بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه معیار حقوق اساسی که با همراهی و همکاری رسانه خبری تحلیلی دیدار نیوز و انجمن علمی حقوق اساسی ایران تهیه میشه، سلام عرض میکنم. بار دیگر توفیق شد در راستای مباحث مربوط به حقوق و توسعه در خدمت یکی دیگر از اساتید دانشگاهی و صاحب نظر در حوزه حقوق بین الملل و حقوق ایران در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز مباحث مربوط به حقوق و توسعه رو با اسناد بالادستی حقوقی، اسنادی که در سازمانهای بین المللی تهیه و تدارک شده، تصویب شده و مورد توجه دکترین هم قرار گرفته آغاز می‌کنیم و می‌خواهیم بدانیم که توسعه به مفهوم شکوفایی همه ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از منظر حقوق بین‌الملل به چه معناست. در خدمت آقای دکتر عباس کوچنژاد، استاد دانشگاه و متخصص حقوق بین‌الملل هستیم. آقای دکتر، محضر حضرت عالی سلام عرض میکنم. به برنامه معیار خوش آمدید و ممنون هستم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما چند جلسه با اساتید مختلف در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی پیرامون بسترهای حقوقی و قانونی توسعه در ایران گفتگو کردیم. امروز هم در خدمت حضرت عالی هستیم. خیلی متشکرم. من سوالم رو اینگونه آغاز میکنم. در قطعنامه‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل سال 1969، 11 دسامبر 1969 تحت عنوان اعلامیه پیشرفت اجتماعی و توسعه تصویب کرده، توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به عنوان حق شناخته شده، یعنی در واقع حق بر توسعه که در زمره حقوق نسل سوم حقوق بشر هست مورد شناسایی قرار گرفته و تصور میکنم وقتی از توسعه به معنای حق سخن به میان میآوریم، بدین معناست که نظام سیاسی مستقر باید توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به عنوان تکلیف مد نظر قرار بده و در چارچوب اراده ملت به تحقق اون عمل بکنه و در این راستا برنامه ریزی بکنه، سیاست گذاری بکنه و همه امکانات موجود رو به کار بگیره تا توسعه به عنوان یکی از حقوق ملت مورد در واقع استفاده قرار بگیره و عملا زمینه تحققش در جامعه فراهم بشه. من می‌خواستم از حضرت عالی در این ارتباط بپرسم، اگر توضیح مقدماتی هست بفرمایید و باقی سوالات رو من مطرح می‌کنم. بله، قبل از هر چیز باید تشکر کنم از بابت دعوتتون آقای دکتر بیاد. خوش افتخاره که در این رسانه حضور دارم. ببینید، خودتون حالا مفصل فرمودین، ولی خب من یه خورده به عقب‌تر برمیگردم در مورد حق توسعه. در واقع یک موضوعی است که در واقع کشورهای جهان سومی مطرح کردن. در دهه 60 میلادی وقتی که استعمار زدایی شد، این کشورها وقتی به استقلال رسیدن معتقد بودن که کشورهای استعمارگر سابق چون اینها رو تحت استعمار قرار دادن نتونستن پیشرفت کنن. برای توسعه این کشورهای غربی، یعنی استعمارگران سابق، مکلفن به کشورهای جهان سومی کمک کنن که به توسعه لازمه برسن. خب این قطعنامه هم که شما فرمودین 1969 صادر شد، قطعنامه‌های دیگری هم صادر شد و مسلمه که در اون زمان حقوق بین‌الملل در واقع سه تا بلوک داشت: بلوک شرقی کمونیستی، بلوک غربی لیبرالی و بلوک جهان سومی. بلوک شرقی از این موضوع حمایت کرد، چون به حال شوروی هر چیزی بهش بگیم استعمارگر نبود، یعنی توسعه امپریالیست بود، توسعه می‌کرد، سرزمین‌هایی رو اطراف خودش از دوره تزاری داشت اونها رو داشت،
ولی اینکه بره یک کشور دیگری در آفریقا ماورای بهار مثلا استعمار کنه نداشت. ولی این چون میدونین که شوروی در استعمار زدایی هم خیلی نقش داشته، یعنی اگر شوروی نبود به نظر من استعمار زدایی مارکسیسم در مقام مبارزه با نظام سرمایه‌داری لیبرال. خب این اتفاق میفته و اینا رو مطرح میکنن، کشور غربی استقبال نمیکنن، میگن اگر ما مثلا آمریکا میاد طرح مارشال رو میده در اروپا، اتحاد اروپا یا کمک های اقتصادی به کره و ژاپن میکنه بخاطر اینکه کمونیسم گسترش پیدا نکنه و یا سایر کشورهای اروپایی در جاهای دیگه به کشورهای جهان سوم کمک میکنن، این از وظیفه نیست، تکلیف نیست، بلکه لطف. و ولی خب بعدها خیلی معتقدن، نقدانان معتقدن که در این زمین، چون باز حق توسعه موضوع داخلی هم هست، الان ما داریم بحث بین‌المللیش رو مطرح میکنیم، مطرح شد که این حق بر توسعه در واقع حقی است که وجود داره و مثال‌هایی را میزنن. من دو تا مثال میتونم بزنم و برخی متقین تبدیل به قاعده عرفی شده. مثال اول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است. در دریای آزاد قبلا در حقوق دریاها میگفتن منابعی که در دریای آزاد هستش هر کسی که بهره برداری کنه مال خودشه. خود عملا چی میشد؟ عملا کشورهای پیشرفته امکانات داشتن، میتونستن منابع بستر و زیر بستر رو استخراج کنن. این کشوری که اقتصادی در حال توسعه است که اونجا نمیتونه اونو به اصطلاح هیچ بهره برداری داشته باشه. بنابراین عملا چی میشد؟ عملا این بود که در دریا، در دریای آزاد منابع بستر و زیر بستر رو کشورهای پیشرفته منابعش استخراج میکرد. وزیر خارجه مالت این پیشنهاد داد که منابعی که در بستر و زیر بستر ما برای صلاحیت دولت ها هستش در دریای آزاد رو ما میراث مشترک بشریت اعلام کنیم. بعدها پیشنهاداتی شد، انهای قطنامه حتی در این مورد صادر شد، دو تا قطنامه در مجامعی صادر شد، انهای کنوانسیون 1982 تصویب شد. هرچند کشور غربی باش مخالف بودن، سعی کردن اینو به اصطلاح چکشکاری کنن که خیلی به ضررشون بود، در نهایت پذیرفتن. در اونجا چی پیش بینی شد؟ پیش بینی شد که اگر کشورهای پیشرفته میخوان منابع بستر و زیر بستر رو در دریای آزاد استخراج بکنن، یک شرایطی رو باید رعایت بکنه و این از این درآمد باید یک صندوق تشکیل بشه و این درآمد رو اختصاص بدن به کشورهای در حال توسعه. این البته خب این مواد خیلی کم هنوز، چون تکنولوژی ها هنوز به اینقدر نرسیده که عمق اصطلاح مثلا در دل اقیانوس بخوان استخراج کنن، اینا هنوز نشده. ولی خب الان مطلبه هست، دارن این صندوق ایجاد شده، دارن، ولی ابتدای قضیه هستش. ولی به هر حال مطرح شد. چرا؟ برمیگرده به حق توسعه. حق توسعه کشورهای در حال توسعه در مقابل کشورهای پیشرفته، حق در مقابل اونهاست. غیر از این کنوانسیون لومه هست که خود کشورهای غربی هم خیلی مشارکت کردن که قرار شد که کشور کمک‌هایی رو به کشورهای خصوصا آفریقایی انجام بدن. الان هم در چارچوب اتحادیه اروپا، چون اونها خودشون به نتیجه رسیدن اگر از نظر اقتصادی به کشورهای آفریقایی کمک نکنن، با رشد جمعیتی که در آفریقا هستش این مهاجرا میان و عملا مشکلاتی رو بر اروپا ایجاد میکنن که کردن. بنابراین به نفع اونه که این کشورها توسعه حداقلی پیدا کنن که به اصطلاح مهاجرت کمتری داشته باشن به طرف کشورهای اروپایی. و کنوانسیون های مختلفی، معاهدات مختلفی، خود اتحاد اروپا معاهدات چارچوبی با این کشورهای مختلف آفریقا مطرح کردن اینا. بنابراین حق توسعه وجود داره، منتها باز حقوقدانان یه ایرادی بهش گرفتن. شما فرمودی نسل سوم حقوق بشر، وقتی در تقسیم بندی میکنن نسل سوم حقوق بشر، یه سری حقوقدانا ایراد گرفتن، گفتن آقا جان ما مثلا، من حقوقدان برجسته فرانسوی فردریک سود رو، ایشون مثلا معتقده که حق بر توسعه از این لحاظ ما این صحبت کنیم، میگه وجود داره حق توسعه، ولی اگر این جزء حقوق بشر قرار بدیم اون نسل اول نسل دوم رو لوس میکنه. میگه ما نباید دامنه و گستره حقوق بشر رو افزایش بدیم، ما بیم همون نسل اول نسل دوم رو اگر رعایت کنیم خیلی کار کردیم. نفع نمیکنه حق بر توسعه رو، ولی میگه که این باید یک جزء حقوق به ملل ولی جزء حقوق بشر نباید باشه. از این لحاظ داره میخواد بگه که نسل اول و نسل دوم رو تحت تاثیر قرار نده. این بحث بین المللیش هستش. حالا بحث داخلیش هم که حق بر توسعه هستش، یعنی خب اونجا هم باز حقوقدانا ایراد میگیره، میگه ابهاماتی وجود داره، آیا حق توسعه فردی است یا حق توسعه جمعی است؟
این در مقابل حق توسعه اینجا چیه؟ حالا یا فرد یا جمعی در مقابل دولته. دولت باید اقداماتی رو اتخاذ بکنه که چه فرد به عنوان یک فرد، چه فرد در قالب جامعه اجتماع بتونه، یا خود یک اجتماع، یک جامعه، یک به قول معروف یک کامیونیتی، اینها بتونن توسعه پیدا کنن. حالا توسعه چه هستش؟ اینجا این میتونه توسعه میتونه همون نسل دوم و نسل اول رو تأثیر داره. یعنی شما باید دولت باید امکاناتی رو فراهم کنه که حتی اون حقوق نسل اول نسل دوم هم به اصطلاح برای اون فرد فراهم بشه. خب نسل اول مثل آزادی بیان، آزادی اجتماع، نسل دوم مثل حق داشتن مسکن مناسب، بهداشت مناسب، آموزش رایگان، اینها هستش. اینها همه اینو برمیگرده به حق توسعه. یعنی شما وقتی که از جنبه درونیش اون حقی که فرد یا یک اجتماعی از افراد در مقابل دولت این حقو داره و دولت باید این حقو تامین بکنه. خب آقای دکتر، میان کلام شما میام. ممنونم از حضرت عالی. این بخش از فرمایشات حضرت عالی را اگه من میخوام این گونه خلاصه بکنم، فرمودید که حق بر توسعه مفهومی مناقشه برانگیزه. یعنی در حوزه حقوق بین الملل، در نظام روابط بین المللی، حداقل اینکه کشورهای توسعه یافته و ثروتمند خیلی با چیزی تحت عنوان حق بر توسعه، آنچنان که نتیجهش بهره‌وری کشورهای جهان سومی باشه، موافقت نشون ندادن، نه در مقام عمل و نه در مقام نظر. ولی من میخوام نکته دیگری رو محضر شما عرض کنم و برای آنکه این نکته رو مطرح بکنم به آمارتیا سن، در واقع نظریه پرداز مشهور، اشاره میکنم. ایشون خب اعتقاد داره که توسعه، کتابی داره تحت عنوان توسعه به مثابه آزادی، و معتقد است که توسعه نهایتاً باید به آزادی منتهی بشود، بدین معنا که انسان نه ذیل سلطه و سیطره جهانی شدن، گلوبالیزیشن، نه ذیل سلطه و سیطره برنامه های توسعه محور مثلا صندوق بین المللی پول و و و بتواند در واقع مشارکت سیاسی بکنه در سرنوشت خودش، در کشورش، از یک زندگی آبرومند در واقع متناسب و استاندارد برخوردار باشه و استعداداش زمینه شکوفایی پیدا کنه و کرامتش محقق بشه. اگر آنچه رو که آمارتیا سن در قالب تکوینی و ابزاری از آزادی تفسیر میکنه مد نظر قرار بدیم، بنابراین حق بر توسعه رو ما میتوانیم ذیل فصل هفتم حقوق اساسی، فصل سوم حقوق اساسی ایران تحت عنوان حقوق ملت مورد توجه قرار بدیم. در هر صورت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در قالب اصول متعددی به این موضوع پرداخته شد. کرامت انسانی مورد توجه قرار گرفته، لزوم مشارکت سیاسی انسان ایرانی در تعیین سرنوشت در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تایید و پذیرش قرار گرفته، و حق بر ابراز عقیده و آزادی بیان، حق بر داشتن زندگی مطلوب اقتصادی و مادی، و در واقع نظارت و کنترل عملکرد دولت، همه اینها مستقیم و غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفت. اما در مقام عمل شاهد هستیم علارغم این بستر حقوقی کمابیش مناسب، نظام قانونگذاری ما و نظام تصمیم سازی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما مطابقتی با اون آرمان و اندیشه متعالی که در فصل سوم آمده است ندارد، بدین معنا که نظام حقوقی و قانونگذاری ما تا حد بسیار زیادی سنتی است، یعنی متکی است به مرجعیت‌های فکری و در واقع منابعی که توسعه رو باید به اون عرضه کنه و از اون اجازه بگیره. اگر اون نظام معرفتی اجازه داد، در واقع توسعه رو یا برنامه ریزی های توسعه محور رو جاری و ساری بکنه درون نظام تصمیم گیری کشور.
ما این مشکلات رو در ابعاد مختلف داریم. مثلا شما الان شاهد هستید در حوزه قانونگذاری مصوبات مجلس شورای اسلامی وفق قانون اساسی حتما باید به تایید شورای نگهبان برسه. شورای نگهبان هم متشکل است از 6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان که خب این 6 نفر فقیه عملا سیطره دارن بر حقوقدانانی که علل قاعده باید مدافع حقوق مدرن باشن، یعنی اقتضائات روز رو مد نظر قرار بدن. بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی در این کانال دچار صعوبت و تنگنا میشه و بعد ناچار هست بره مجمع تشخیص مصلحت نظام. این رفت و آمده در واقع عملا قانونگذاری منطبق با اقتضائات روز رو دچار مشکل میکنه، کمون که الان مثلا ما در مورد FATF مشکل داریم. FATF هم مسئله شرعی و فقهی پیدا کرده، هم مسئله ایدئولوژیک پیدا کرده. این رو من میخواستم که حضرت عالی یه مقداری در موردش بفرمایید. ببینید بله، خب این ایدئولوژیک اون فصل 3 که در مورد حقوق ملت هستش، خب قوانین بسیار پیشرفته‌ای هستش که تحت تاثیر قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه بوده بیشتر. منتها حالا همونم که اجرا نمیشه به خاطر همون فقه زدگی، اون یک برداشت سنتی از اسلام و فقه مشکلات ایجاد میکنه و خب خیلی موارد میگه به شرط اینکه با مبانی اسلام، حالا مبانی اسلام یعنی مبهم صحبت کردن و همه چی رو در اون چارچوب میگه آقا این با قواعد اسلامی مثلا ناسازگار، حتی مثلا یه مرجع تقلیدی شیعه هم نظری بده بگن آقا شما کاری که ببینیم خلاف موازین اسلامی، طرف مرجع تقلیده ولی ممکنه حرفاش رو بگن چون با سیاست کشور مثلا همخوانی نداره بگن آقا شما خلاف شرع داره رفتار. بنابراین اون شانگوانی که شما فرمودید، فقهای شانگوان یک تفسیر موسع و یک جانبه برای خودشون قائل هستن و همین حقوق رو از معنا خالی میکنن. یعنی خب ما در حقوق یک بحثی هست، در حقوق بشر یک بحثی هستش که میگن آه شما وقتی یک حقی رو میگیم آزادی بیان، درست محدودیت باید باشه، مثلا آزادی بیان نباید باعث نفرت پراکنی بشه، نفرت پراکنی نژادی مذهبی اینا. شما میتونی در مورد هر آزادی بیای محدودیت ایجاد بکنی، منتها این محدودیت اگر طوری باشد که اون به هستی مرکزی اون حقوق آسیب بزنه، این خلاف اصول و موازین حقوق بشری است. یعنی شما در هر حال باید اون اصل باید سر جاش باشه، این استثناءاتی که میاد باید استثنایی باشه. یعنی ما فصل 3 حقوقی که داریم حقوق بسیار خوبی است، ولی میان قوانین دیگر، قوانین چه حالا چه از قوانین مصوبه مجلس یا دستورالعمل ها بگیری تا آیین نامه، مقرراتی هستش یا عملی رفتاری، یعنی قانون هم نیست تا رفتاری، طوری هستش که اون اصل کاملا زیر سوال میبره. وقتی هم که سوال میگیم ما انتقاد میشه حقوقدان، میگن خب آزادی که بی حد مرز نیست که، محدودیت بله محدودیت داره، ولی محدودیت کجا؟ محدودیت نباید طوری باشه که اصل حقوق رو زیر سوال ببره. به قول حالا حقوقدانان غربی، هستی مرکزی اون حقوق رو نباید، حالا فرانسوی میگه نای دوغ دو دوغا، یعنی اون هستی مرکزی، میگه اون هستی مرکزی رو نباید تداسی قرار، باید حقوق سر جاش باشه. این یک مشکلی که ما داریم. یعنی ما بحث همون بحثی که به هر حال الان مثلا 44 سال از انقلاب گذشته، به هر حال دنیا دوچار تحولات شد، جامعه ایران هم دوچار تحولات شد، خواسته ها متفاوته، بنابراین باید همون قانون اساسی رو، ما تازه همون هم خیلی یه جاهاش پیشرفته نیست، ولی همون رو حداقل اجرا بکنیم، اصولش رو قبول داشته باشیم، استثنای کمی براش کنیم، محدودیتی کم باشه که اون توسعه‌ای که بالا بر باید باشه در الان، در وضعیت الان، در قرن 21 که ما می‌بینیم همه کشورهایی که ما می‌بینیم آقای دکتر بیات، کشورهایی که خیلی عقب بودن، کشورهایی که واقعا نون شب هم نداشتن بخورن، کشورهایی مثل ویتنام، مالزی، اندونزی، چه میدونم
این کشورها رو می‌بینید، اینا کشورهایی که الان بهشون میگن کشورهایی که قدرت‌های نوظهور برای خودشون شدن، حالا آفریقای جنوبی، اونور مکزیک، برزیل، چه میدونم، این کشورها هستن که دارن رشد میکنن با کمترین منابع به قول معروف زیرزمینی معدنی پیشرفت رسیدن. به خاطر چی؟ اون ساختارها رو درست کردن. اون از این خیلی مسائلی که ما الان مشکلات داریم باهاش داریم بحث می‌کنیم رو بدیهیات، اینا عبور کردن. مالزی از اسلامش نگذشته، مردم مسلمانن، خیلی معتقدن، از ایرانی‌ها هم بیشتر معتقدن، اگه جامعه‌شون رو نگاه کنین اعتقاداتشون بیشتر از ایرانی‌هاست، حکومتشون اسلامی نیست ولی خیلی اعتقادات دارن، هیچ لطمه‌ای به دین مردم نخورده این توسعه‌ای که داشتن یا اون آزادی‌هایی که براشون تأمین کرده دولت اینها. اینه که بله این مسائل وجود داره متاسفانه. خواهی دکتر چه فهمی از آزادی یا چه فهمی از حق، حالا اگر آزادی رو هم ذیل حق معنا کنیم، چه فهمی از آزادی مناسب است برای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران؟ یکی از مهمترین یا ریشه دارترین معضلات در واقع تئوریک ظرف 100 و اندی سال گذشته در همه مباحثی که پیرامون توسعه مطرح بوده، حالا قبلا تحت عنوان تجدد مطرح بود و بعد مدرنیزاسیون یا مدرنیته و بعد هم الان الگوی توسعه، که خب یک بخشی درون حاکمیت حتی خود عبارت توسعه را هم بر نمیتابند و معتقد هستند که توسعه یک مفهوم لیبرالی است و این مفهوم لیبرالی به کار در واقع پیشرفت و توسعه در ایران نمیاد، ازش تحت عنوان الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی استفاده میکنه. این به این معناست که ما هنوز روی مفاهیم پایه مسائلمون حل نشده، یعنی به لحاظ فلسفی هنوز منازعات به قوت و قدرت خودش باقی است. چه فهمی از آزادی یا چه فهمی از حق بر آزادی در واقع متناسب ایران هست برای پیشرفت؟ ما الان این منازعه رو، این منازعه تاریخی رو باید در هر صورت یک جا مهر خاتمت برش بزنیم و به پایان برسه و الگوی متناسبی برای ژئوپلیتیک ایران تدارک ببینیم. ما هنوز روی این بحث داریم. الان شما نگاه بکنید، فهمی که از آزادی الان در نظام قانونگذاری ما، در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری ما مطرح است، همه الگوهای مطرحه موجود در واقع آزادی رو درون یک تنگنایی میبینه، در یک چارچوب مشخص و معینی میبینه. این چارچوب مشخص و معین ذیل موازین اسلام و ایدئولوژی نظام سیاسی تبیین میشه. نتیجهش این است که صرف نظر از اینکه نظری است، یعنی نظرات مختلفی مطرح میشه، سلیقه‌ای هم هست. در یک دوره‌ای تحت تأثیر شرایط بیرونی این آزادی یه مقداری مجال ابراز بروز، ابراز وجود پیدا میکنه، در یک برهه‌ای از زمان هم باز تحت تأثیر همون مسائل به شدت ذیل فشار قرار میگیره و امکان ابراز وجود پیدا نمیکنه. این تشتت و تذبذب نتیجهش این است که توسعه در ایران اتفاق نمیفته. کمون که الان شما 6 برنامه توسعه داشتید، هیچ کدام محقق نشده. برنامه 20 ساله توسعه داشتیم، محقق نشده. من نمیگم، خود در واقع اهالی قدرت، کارگزاران نظام سیاسی میگن که ما موفق نبودیم در واقع تحقق اهداف توسعه و کشور هنوز درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. من عرضم این است که چه الگویی از معنا و مفهوم حق، حالا به معنی الاخص به ویژه آزادی، میتواند به کار نظام سیاسی ایران بیاد؟ ببینید، آزادی و حقوق از قدیم جنبه ایدئولوژیکی داشت، الان هم داره. حالا من مقدمتا میگم چون بر حقوق بین‌الملل هم اثر داره، حقوق بشر بین‌المللی، حقوق بین‌المللی بشر، حالا اصطلاح تو فارسی هر طور به کار میبرن.
وقتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجموع عمومی 1948 میخواست تصویب بشه، یک اون موقع در دنیای اون زمان دو تا جناح بود. هنوز جهان سومی به اون صورت معنا نداشت، چون 1948 هنوز استعمار زدایی به اون دنیای شرق بود و دنیای غرب. دنیای شرق سوسیالیست، دنیای غرب لیبرالیست. کشور جهان سوم ذیل سلطه و سیطره بودن، در قیمومت بودن. اینی که خب بنابراین این دو تا گفتمان بودن، روبروی هم بودن. بخاطر همین شوروی و متحدینش اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو امضا نکردن و معتقد بودن خیلی لیبراله، به مثلا مالکیت شخصی رو مثلا مورد حمایت قرار داد. اینها این که تصویب میشه، بعد باز در خود مجمع عمومی و خود سازمان ملل متحد تصمیم میگیره کنوانسیون. خب این یک سری اعلامیه بود، حقوق کلی بود، جزئیات مفصل ترش رو در قالب میثاق بین المللی مدنی و سیاسی مطرح بکنه. بعد اینجا باز اختلاف شد بین بلوک شرق و بلوک غرب. از نهایت دو تا کنوانسیون، یک کنوانسیون که حقوق میثاق بین المللی و مدنی و سیاسی 1966 هستش که در واقع حقوق فردی تحت تاثیر حقوق غربی ها و لیبرالیسم. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم تحت تأثیر سوسیالیسم هستش و حقوق بالا معروف همون نسل دوم هستش اینها. ولی خب بعدها کشور غربی هم اونو پذیرفتن، یعنی نسل دوم رو که اول با جنبه سوسیالیستی میدونستن، به خاطر اصلاحاتی سوسیال دموکرات ها اومدن در اروپا مثلا رو کار اومدن اینها. نسل دوم یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که شرقی ها پشتش بودن و پذیرفتن. حالا خود شرقی ها اون نسل اول رو زیاد نپذیرفتن. خب الان خب بهش میرسه، الان این ست سند میگه منشور رو بشه، حالا بهش کار نداریم. من خب بحث ایدئولوژی رو میخوام بگم. در اون زمان هم این بحث مطرح شد، کشورهای شرقی گفتن آقا ملتی که نون نداره بخوره آزادی بیان به چه کارش میاد. در بعد که استعمار زدایی شد دهه 60، خب استعمار زدایی شد، کشورهای آفریقایی آمریکا، حالا آمریکا لاتین قدم بیشتر آفریقایی رو داریم میگیم و تو آسیا، اینها هم معمولا دیکتاتورهایی اومدن رو کار، دیکتاتوری شد. اینها هم همین بهانه رو آوردن، گفتن ما آزادی، ما ملت ما گرسنن، آزادی به چه درد ما میخوره. اینجا یه پاسخی باید بینا بدیم. سوال اینجاست، فرض کنیم یک کشور آفریقایی، یک رئیس جمهور آفریقایی دهه 60 یا 70 ادعا میکرد که آه ما ملت من داره گرسنگی میمیره، آزادی بیان به درد. من سوال من نیست، یعنی سوال اون منتقدین این نظریه ایدئولوژی زده ها رو سوال میکنم. هنوز در ایران هم همین بله مطرحه، میگن ایران بحثای آره. سوال اینه، سوال خیلی خوبیه. یه اقدان این سوال رو کرد استادی، گفته ما فرض کنیم آزادی بیان رو حذف کنیم، آزادی اصلا نسل اول میثاق بین المللی اومده سیاسی رو اصلا بذاریم کنار، آزادی بیان، آزادی سیاسی، آزادی فسه هست کن، گرسنگی مردم حل میشه؟ به گرسنگی ارتباطی داره؟ گفت برعکسش چرا؟ اگر آزادی باشه، آزادی سیاسی باشه، آزادی اجتماعات باشه، مردم نظرشو بدن، انتقاد کنن، پارلمانی شکل بگیره اینا، شاید با هم فکری بتونن این گرسنگی رو یه کاری براش بکنن. بنابراین ارتباطی نداره که، یعنی میخوام بگیم که پیشرفت اقتصادی و به قول معروف پیشرفت جمعی یا اون سوسیالیسم و اینها در واقع حقوق فردی مانع اون نیست، بلکه برعکس میتونه کمک کنه به پیشرفت اقتصادی. خب این برابر این توجیه بیش نبود، یعنی درست الان هم همینطور. حالا میشه به کشور خودمون بهانه میارن، آقا ما میدونم غربی ها میخوان مسلط بشن از این حرفا و این میدونم فرهنگ غربی و اینها، این یه بهانه بیش نیست. اولا اینها هم یعنی جمهوری اسلامی رو دارم میگم، جمهوری اسلامی اگر راست میگه، اگر با خودش صادقه، از میثاق این چرا خارج نشده؟ پس خودش هم میدونه این میثاق چیزی هستش که باید قبولش کنه، قبولش داره. خب چرا قبول میگه؟ حالا اگه سوال کنه میگه نه، چون اگه ما بیایم بیرون ما به ما فشار بیشتری وارد میشه، ما یه جور تقیه است. نه نیست، تقیه نیست، خودتون قبول داری که اینا حقوقی نیست. وگرنه اگر قبول نداشتی خب بیا بیرون، با خودش رو راست باز. شما مدعی هستید که یک نظریه جدیدی رو دارید مطرح میکنید. خب وقتی مدعی هستید این کنوانسیون رو بیا بیرون. عربستان نپذیرفت، عضو میثاقه نیست، ولی ایران هست. همین الان متعهده که به
اگه میبینی نهادهای حقوق بشری به ایران گیر میدن، به این معنا نیست که اونا بخوان قواعد خودشونو بر ایران تعمیل کنن، بلکه میگن آقا شما عضو اینا از خودت قبول داری، طبق ماده 9 قانون مدنی معاهداتی که ایران بهش میپیونده در حکم قانونه. خب حتی بعضی از قضات به این کنوانسیون ها به همین دلیل به خاطر ماده 9 رأی میدن استدلال میکنن. اخیراً البته آره بخشنامه اومده که این کارو نکنه، اخیراً مذمت شدن که نه این کارو نکنه. نمیتونه قاضی سر قاضی که قاضی که قاضی باید سلسله مراتب قوانین رو ببینه، اول باید قناسی متاس این مسئله ایم که داریم دادگستری ما قضات شجاع هستن ولی کمن. قاضی بود اولین چیزی که در حکم خودش نظری سلسله مراتب قوانینه، اگه حس کرد که قانونی خلاف قانون اساسی اجراش نباید بکنه، یه آیین‌نامه یا بخشنامه که بخشنامه است قاضی که مکلف، قاضی مکلفی که قانون رعایت، قانون چه سلسله مراتب داره، در رأسش قانون اساسیه. شما نمیتونید به یک قانون عادی استناد کنید طرفو محکوم کنید، طرف مقابل اگه قانون اساسی رو استناد کرد قاضی بود قانون اساسی قانون برتر داره. این بحثی است که میخوام بهش بپردازیم الان. من نکته اساسی این است که خب حضرت عالی متخصص هستید در حوزه حقوق بشر، به مراتب بهتر از بنده میدانید که وقتی ما از حق سخن به میان میآوریم، آنچه که مد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و در میثاق این هم آمده، حق به معنای حق داشتن صرف نظر از جنس، نژاد، مذهب و امثال این هاست و انسان به ماهو و انسان حقوقی دارد که مقتضای ذات انسانیت اوست و ربطی به اراده قدرت سیاسی نداره، یعنی ذیل ایدئولوژی سیاسی قرار نمیگیره، ذیل مرجعیت‌های فکری، مرجعیت‌های دینی هم قرار نمیگیره. یعنی اگر شما از منظر ایدئولوژیک یا از منظر دینی به مسئله حق نگاه کنید، حق از بدو ایجاد، یعنی همزمان با تولد انسان بر او سیطره پیدا میکنه. بنابراین امکان داره انسانی که در واقع پدر و مادر او دین دیگری دارن، مذهب دیگری دارن، کیش دیگری غیر از مذهب تشیع یا دین اسلام دارن، از همان بدو از حقوقی محروم بشوند و اینها نتوانند در واقع مشارکت بکنند در سرنوشت خودشون، نه به لحاظ حقوق فردی و نه به لحاظ حقوق اجتماعی. اما آنچه که مد نظر در واقع حقوق غربی هست، حقوق لیبرالی هست که در این اعلامیه ها مد نظر است، ما ورای این محدودیت هاست، یعنی انسان به ماهو و انسان کاری نداریم، جنسش چیه، نژادش چیه، دینش چیه، مذهبش چیه، کیشش چیه، گرایش های جنسیش چیه و امثال اینها. او باید بتواند از همه حقوق انسانی برخوردار باشه، مشارکت بکنه در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. من میخوام عرض بکنم اون توسعه‌ای که در دنیای غرب رخ داده متکی بر این اندیشه هست و این اندیشه است که زمین ساز توسعه شده. حالا ما در ایران این مسئله رو داریم، جامعه ایران از دیرباز یک جامعه سنتی بوده، یعنی متکی به مرجعیت‌های مختلف دینی و ایدئولوژیک بوده و به راحتی هم نمیتوان این مرجعیت‌ها و این تسلط‌ها رو نادیده گرفت و برنتافت و به کناری نهاد. در هر صورت ما باید این توسعه رو ذیل این گفتمان متفاوتی که بومی سازی شده سامان بدهیم، یعنی در واقع توسعه ای که با دین و شریعت هم در تعارض نباشه، در عین حال کارآمد باشه و این امکان رو فراهم بکنه که ما به قافله جهانی توسعه بپیوندیم و از همه مواهب اون بهره مند بشیم. ما الان این مشکل رو داریم. شما الان نگاه بکنید، هم به لحاظ ایدئولوژیک و هم به لحاظ مبانی دینی دولت اعتقاد داره، دولت به مفهوم حاکمیت، که آقا نه، من باید اقتصاد رو ذیل سلطه و سیطره داشته باشم، نظارت بکنم،
فرهنگ رو باید تحت نظارت و کنترل داشته باشم. حتی نظام روابط خصوصی آحاد ایرانی رو هم تلاش بکنم سامان بدم به گونه ای که زمینه ارتقاء معنوی انسان فراهم بشه. در مقدمه قانون اساسی میگه اقتصاد هدف نیست، اقتصاد وسیله ای است که انسان رو از قل و زنجیر در واقع شهوات و اینها آزاد بکنه و او رو به قرب الله برسونه. خب وقتی اقتصاد هدف نیست، به این معناست که توسعه هم هدف نیست، توسعه ابزاره. من عرضم این است که توسعه ابزار نیست، توسعه هدفه، خود توسعه هدفه، یعنی ارتقای سطح زندگی مادی انسان، تأمین رفاه انسان، رفاه استاندارد و تمهید بستر مشارکت سیاسی او و پاسخگو کردن نظام سیاسی و شفافیت نظام سیاسی و همه اینها درونش است. ما الان این موزل رو داریم و میبینیم که خب به همین علت توسعه هیچ وقت محقق نشده. چرا؟ چون دولت، حکومت، حاکمیت نمیخواد که مفاهیم پایه، یعنی اون مبنای نظریه توسعه رو که بر بال آزادی و حق به معنای حق داشتن استوار شده رو بپذیره. الان شما نگاه کنید، مثلا اقتصاد ما دولتی است، نظام قضایی ما کاملا دولتی، حکومتی و ایدئولوژیک و دینی است و به همین علت امکان برون سپاری درش فراهم نیست. مثلا در حوزه دادرسی عادلانه دستگاه قضا به غایت در واقع متأثر از مذهب و در عین حال ایدئولوژیک. شما امکان برون سپاری در دادرسی عادلانه مثلا فراهم نشده. شما الان نگاه کنید وضعیت اخیر کانون وکلای دادگستری رو به عنوان دیرپاترین نهاد مدنی در ایران، وضعیت آشفته ای داره. ظرف 20-30 سال گذشته حاکمیت تلاش کرده که کانون وکلای دادگستری رو ذیل یک سلطه و نظارت استثوابی قدرتمند بگیره و مجال تنفس رو از او بستانه. و به صورت کلی جامعه مدنی ما، من عرضم این است که بالاخره ما یا توسعه رو میخوایم یا نمیخوایم. اگر توسعه به عنوان ضرورت حیاتی امروز ایران مورد نظر حاکمیت هست، خب یه اقتضائاتی داره. شما هم نمیتوانی تمام قد دستوری حاکمیتی از بالا به پایین اعمال نظر بکنی و محدودیت ها رو در حوزه در قاعده هرم اجتماعی گسترش بدی و در این حال انتظار داشته باشی که توسعه اتفاق بیفته. در این حوزه ببخشید من کلامم طولانی شد. مقدمتا در ادامه بحث قبلی میخواستم بگم که الان بحث حقوق بشر و آزادی عمومی از ایدئولوژی عبور کرده. یعنی چی؟ یعنی اون بحثا که در زمان جنگ سرد بود و بلوک شرق و غرب و اون کنوانسیون اختلافات، الان شده منشور حقوق بشر. منشور حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر که قطعنامه مجموعه عمومی است، قاعدتا نباید الزام بر باشه، ولی مثلا دیوان بین المللی دادگستری در چند تا رأی بسیاری از مفاهیمش رو عرفی اعلام کرد. یا میثاقین هم همینطور، یعنی الزام‌آور شده. میثاقین هم همینطور. یعنی الان اون نهضت حقوق بشری که شکل گرفته در جهان، اصلا بحث لیبرال و نمیدونم سوسیالیسم و اینا، چون اندیشه های سوسیالیستی هم توش هست، ریشه‌اش بله اندیشه های لیبرالیستی هم هست. این سه تا سند، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی رو منشور حقوق بشر میکرد. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم بهش متصل بشیم، بهش متوصل بشیم. و حالا نه اینکه مثلا یه دوگماتیک باشه، منظور این نیست، منظور این است که یک حداقلیه که همه فرهنگا قبولش دارن. الان خب کشورهای غربی این قبول دارن، کشورهای شرقی حالا قبول دارن، حالا شرقی های سابق، حالا کمونیستی، حالا این مسائل خودی که دو تا کشور کمونیستی داره، کشورها در حال توسعه هم قبولش دارن. حالا اگر یه جایی رعایت نمیشه، اون مثل ایران خود ما، اینی که اون حکومت یک برداشت‌های یک ایدئولوژیک داره، ولی غالب کشورها از این مسئله ایدئولوژی عبور کردن. حالا جالبه که در مورد ایران عضو این دو تا میثاق هست، بعدم گفتیم
قاعده عرفی بین المللی است، یعنی مثلا عربستان عضو نیست، برای حتی عربستان هم تحمیل میشه نهادهای حقوق بشری عرب ایانا اگر بخوان عربستان رو، خیلی کمتر البته چون اونا هم سیاسی عمل میکنن، بماند وقتی به یک کشوری بخوان بحث حقوق بشر رو ایراد بگیرن میگن آقا شما عضو فلان کنوانسیون هستین رعایت نکردین. حالا میتونه بگی که قاعده عرفی است اهم از اینکه عضو این کنوانسیون باشید یا نباشید. خب این میخوام بگم که اینا عبور شد از این مسئله ایدئولوژی، عبور شد یک مسئله که الان ایران و 4-5 کشور مثل ایران هستن که خیلی بحث حقوق بشر، مباحث حداقلی رو ایدئولوژی میبینن، بحث توسعه رو جنبه ایدئولوژیک میبینن، فکر میکنن که مثلا باعث سلطه کشورهای دیگر میشه. ما میگیم کدوم در کجا، وقتی میری باشون صحبت میکنی کدوم حق مثلا باعث سلطه میشه؟ آزادی بیانه مشکلی داره؟ میگه آزادی بیان حتی با اسلام هم مغایرت نداره. آزادی اجتماعات کجای اسلام گفته مردم جمع نشن؟ چون میدونم آزادی تشکیل احزاب اینا کجا مشکله؟ اینا چه رفتی به غرب و شرق و ایدئولوژی داره؟ این مباحثی است که بشریت به این نتیجه رسیده که حداقلی است که انسان‌ها برای پیشرفت و توسعهشون نیاز دارن. ببین بنابراین این بهانه بیش نیست، یعنی با کلمات بازی کردن و اجازه نداد که اون همون حقوق مردم یا همون هم فصل 3 قانون اساسی که باید اجرا بشه اجرا نمیشه متاسفانه. و بازم برمیگردیم به همون حق توسعه، توسعه چه فردی چه جمعی. اگر بخواد ایدئولوژی زده باشه، اگر بخواد ببخشید منافقانه رفتار بشه، عضو کنوانسیون باشیم، میگیم خیلی منافقانه هستی شما عضو کنوانسیون باشی اجراش نکنی، قانون اساسی داشته باشی بهترین قوانین رو بذاری بعد خودت اجرا نکنی، یعنی خودت قبول نداری، یعنی با ریاکاری میخوای پیش بری که درست نیست، که باید شفاف باشه. آقا اگر قبول نداری بگو ما قبول نداریم، حذفش کنی. وقتی قبول داری قبول داری خب باید اجراش کنی، چه داخل مردم میخوان این رو، بخاطر نسل جدید رو. ببینید شما فرمودی که جامعه سنتی است، من معتقدم نه، از سنت مردم عبور کردن، سالهاست که عبور کردن. من معتقدم جامعه ایران حتی از خیلی جوامع اروپایی پیشرفته تر از نظر مطالبات، از نظر درکشون از حقوقشون بسیار بالاتره به نظر من از خیلی جوامع اروپایی، حداقل از جوامع شرقی اروپا که از کمونیست جدا شدن خیلی جلوترن. حالا شاید از بعضی از جوامع غربی شاید اونا از نظر توسعه فردی و اینا پیشرفته‌تر باشن، ولی میخوام بگم که این ظرفیت وجود داره، مردم مطالبه میکنن، مردم میخوان این رو، مردم خواهان به قول معروف توسعه هستن، خواهان آزادی هایی هستن که بهشون وعده داده شد بعد از انقلاب. این آزادی ها در انقلاب هم وعده داده شد. به هر حال درسته گفتمان چپی بود، گفتمان ضد آمریکایی بود، اینها چه اسلامی چه چپیش این بود، ولی بالاخره مواردی رو بردن که اتفاقا از لیبرالیسم غربی بوده در قناسی اون تو فصل 3 هستش. اتفاقا مسئله همینجاست آقای دکتر. داستان اتفاقا من میخوام این عرض بکنم که ما مفاهیمی رو از دنیای غرب استخراج کردیم، یعنی این نیاز احساس شد، انسان ایرانی، جامعه ایرانی به این جنبندی رسید که بله من مشکلاتی دارم، عقب ماندم، طبیعتا باید این عقب ماندگی جبران بشه و چون خودم مواد خام لازم رو به لحاظ فکری، به لحاظ در واقع نظری ندارم، باید برم سراغ دستاوردهای غربی. اون دستاوردهای غربی رو در قالب قانون اساسی وارد کشور کرد، بعد قوانین دیگری هم به همین ترتیب، اما اون مسئله اساسی حل نشد. بالاخره جامعه ایران تاریخ تحولاتش نسبتی با تاریخ تحولات غرب نداشت که برایندش در واقع تفکیک قواس، حاکمیت قانون، محدودیت قدرت، چرخش آزاد قدرت و امثال اینها. اینها بدون اون که اون زمینه نظری، اون بسترهای اجتماعی و فرهنگی وارد بشه، در واقع در کشور، در نظام قانونگذاری ما مورد استفاده قرار گرفت. اما قدرت سیاسی به اون ابزارها هم پایبند نماند، یعنی شما مثلا بعد از انقلاب مشروطه شما نهایتاً در یه فاصله 15 ساله‌ای 14 ساله‌ای کودتای 1299 اتفاق میفته، مدرنیزاسیون تحمیلی رضا شاه، بعد از اون در واقع دیکتاتوری مطلقه پهلوی دومه
و بعد از انقلاب هم یک مفهوم غالب، یک فهم غالب از شریعت، یا اگر نگوییم غالب، فهمی از شریعت آمد، قدرت رو در اختیار گرفت که باز با اون مفاهیم و در واقع ساختارهای نظری، هنجارهای نظری غربی در تعارض افتاده. من عرضم این است که جامعه ایران سنتی است، نه به این معنا که مردم با مبانی نظری در واقع تحولات غربی ناسازگارند. در هر صورت جامعه ایران یه جامعه است که متنوع، متلونه، متکثر، ایده ها و عقاید و نظرات مختلفی درش مطرح است و سنت و دینداری هم درش کماف سابق پررنگ و خودشو در همه ابعاد نشون میده. این وضعیت یکی از دلایل توسعه نایافتگی ایرانه. یعنی وقتی میخوایم برنامه ریزی توسعه بکنیم، نمیدونیم بالاخره ما میخوایم به کدام سمت حرکت کنیم. از یک سمت، از یک طرف با توسعه به مفهوم غربیش بنا به دلایل متعدد تاریخی زاویه داریم، از یک طرف هم خودمون الگویی نداریم که خب حالا اونو نمیپذیریم، خودمون باید یک الگویی ارائه بدیم. الان شما نگاه کنید، ما مداوماً در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جامعه بین المللی در تعارضیم، دوچار تنازع و درگیری هستیم. در حوزه اقتصادی جامعه جهانی میگه آقا اگر میخوای بیای کار اقتصادی بکنی با ما، باید این نظام روابط مسلط جهانی رو پذیرا بشی. شما نمیتونی مداوما از مثلا ستیز با آمریکا سخن به میان بیاوری اما انتظار داشته باشی آمریکا باید مراودات اقتصادی داشته باشه، تحریمت نکنه. شما نمیتونی از اقتصاد آزاد سخن به میان بیاوری اما FATF رو نپذیری و مراودات اقتصادیت رو حاضر نباشی که ذیل شفافیت گسترده جهانی قرار بدی. شما نمیتوانی از توسعه اقتصادی سخن به میان بیاوری اما برابر سرمایه گذاری خارجی انواع و اقسام محدودیت ها رو ایجاد بکنی. یعنی در واقع نظام سیاسی مونده خودشم، گیر کرده، نه اینکه نخواد توسعه پیدا بکنه، نمیتونه بین ایدئولوژی و آرمانهای دینی و ضرورتهای مادی توسعه یک تفکیک و تمایزی قائل بشه، توازنی ایجاد بکنه. مسئله اینه. من عرضم این است که به زعم حضرت عالی چه راهکاری میشه اندیشید. و حالا مثال زدم که شما الان نگاه بکنید جامعه مدنی ایران که میتونه موتور توسعه باشه بال. یعنی علل قاعده وقتی از توسعه سخن به میان میآوریم آقای دکتر، یعنی دولت باید تا حد امکان کوچیک بشه، جامعه مدنی در همه ابعادش گسترده بشه، بزرگ بشه و او باشه که کنترل اجتماعی رو در اختیار میگیره. ولی دولت عملا سر ستیز داره با جامعه مدنی. من کانون وکلا رو مثلا مثال زدم. شما وقتی از توسعه سخن به میان میآوری، یعنی مراودات اقتصادی گسترده، مراوده اقتصادی گسترده نیازمندش یک دستگاه دادگستری مستقل مبتنی بر پذیرش در واقع اقتصاد بازاره. چون خارجی که میخواد بیاد ایران فعالیت بکنه دنبال این میگرده ببینه آقا من اگه میخوام ایران رو قانون حاکم بذارم دادگاه ایران چه وضعیتی داره، نگاهشون اصلا به سرمایه گذار خارجی چیست، آیا این سرمایه گذاری خارجی برای 20 سال، 30 سال، 40 سال ایمن هست؟ اصلا اگر من بخوام برم مشاوره حقوقی بگیرم، اگر من میخوام وکیل انتخاب بکنم، یک وکیل مستقلی دارم که بتواند رو در روی دستگاه قضا بایسته و دفاع بکنه؟ ما الان اینا رو نداریم. یعنی ما مشکل داریم. الان شما وضعیت کانون وکلا رو نگاه بکنید. بله. من میخوام این قسمت رو هم حضرت بله. عالی بهش بپردازیم. بله. من آقای دکتر در مورد کانون وکلا قبلش مقدمه بگم که اون چیزی که شما فرمایش کردید، این در واقع جمهوری اسلامی و حکومت اسیر تناقضات شده. یعنی در
یه سری خود یعنی خود آیون هم میدونن یه جاهایی که باید از مسائل ایدئولوژی عبور کنن به قول خودشون مصلحت کشور اینا، ولی خب چون اسیر این تناقضات هستش دوچار مشکل شده. مثال کانونی که شما زدین مثال خیلی خوبی است و مثال اون بحث سرمایه‌گذاری رو مطرح کرد. ببینید ما یکی از موانع سرمایه‌گذاری این است که ما دادگستری مستقل نداریم. یعنی چی؟ یعنی همون مثالی که شما گفتید یک سرمایه‌گذار میخواد میلیاردها سرمایه‌گذاری کنه، فردا اینجا میخواد کارخونه بزنه، اینا باید ببینید دادگستری مستقلی هست و بازوی به قول معروف مهم دادگستری هم کانون وکلا و وکلا هستن. بعد وکلا اصلا مستقل از کانون، من فردا برم اونجا دادگستری اون قاضی مستقله یا اون وکیل مستقله یا نه. بنابراین یکی از چیزهایی که در واقع باید در مورد سرمایه‌گذاری تسهیل بشه استقلال دادگستری و نهاد وکالت. در مورد نهاد وکالت خب متاسفانه یک استقلال نسبی داشتیم ما از 1331 که لایحه استقلالش رو دکتر مصدق این به قول معروف گذرونده تا الانی که ما هستیم. خب این بالاخره استقلال نسبی بود. متاسفانه در 1398 شروع شد یک آیین‌نامه اومد بر اون قانون لایحه استقلال 1331. در واقع اینجا ما همینطور آیین‌نامه خلاف قانون تصویب شد. یعنی شما نمیتونی قانونی که هیئت مدیره وقت محکم ایستادی کردن اینا رو معلق کردن نیسی رو به محاکمه کشن شما با آیین‌نامه مخالفت کردید. در حالی که خب ماده 22 خود لایحه استقلال صراحتا میگه که آیین‌نامه رو باید کانون‌های وکلا پیشنهاد بدن، وزیر دادگستری در اون موقع وزیر دادگستری بود، حالا رئیس قوه قضاییه که جان شده، اون رو باید تایید کنه. اینجا برعکس شد. قوه قضاییه خودش آیین‌نامه درست کرد برخلاف قانون، ماده 22 قانون رو مکلف کرد اجرا کنه. اونها هم که نپذیرفتن تحت فشار اینها رد صلاحیت بگیرید تا تعلیق و اینها. البته خب باز فشاری که اومد یه خورد اصلاحاتی انجام شد از اون قوه قضاییه از موضع اولیه‌اش کوتاه اومد، ولی باز همین آیین‌نامه کاملا خلاف اون قانون 1331. خب این بحث سرمایه‌گذاری شما فرمودید فقط سرمایه‌گذاری نیست، حقوق ملت ارتباط داره. این متأسفانه کانون وکلا همیشه تحت حجمه و فشار بوده، فشار بیرونی بوده. متأ خود کانون هم متأسفانه برخی از این همکارا، دوستان یا وکلا یا هیئت مدیره اینها هم از ملت فاصله گرفتن، از وظیفه ذاتی خودشون فاصله گرفتن. وظیفه ذاتی کانون وکلا این نیست که پروانه صادر کنه، وظیفه ذاتی وکیل نیست که فقط بره یه پرونده بگیره بره دفاع کنه پولشو بگیره. وظیفه ذاتیش اینه که از حقوق ملت دفاع بکنه، از حق دفاع حمایت بکنه، از دادرسی منصفانه حمایت بکنه. این جزء وظیفه ذاتی اینهاست، وگرنه خب ما شغلمون با شغلای دیگه میشیم تجاری دیگه، همون چیزی که قانون تحصیل و اینها میخوام بگذرونن یا در میگن آقا مثل تجارت هر کس میتونه درگاه ثبت نام بکنه وکیل بشه مثلا. خب در حد وکیل رو در حد تاجر تقلیل دادن، برای که وکیلی نیست. لذا قانون وکلا مثلا این به عنوان کهنه نهاد مدنی میتونه چیکار کنه؟ میتونه در مورد دادسر حداقل در نه اینکه کار سیاسی بکنه، هر کس قانون وکلا یک نهاد صنفی است، اما جزء وظایف ذاتیش این است که به دادرسی منصفانه بپردازه. یعنی چی؟ یعنی اگر در دادگستری ما در یک شعبه گفتن وکیل رو نمیپذیریم به خاطر اینکه پرونده نمیدونم امنیتی است، حالا توجیهاتی برای خودشون دارن یا محاکمات علنی نیستن، اینا همه برخلاف قوانین خود جمهوری اسلامی است، قانون اساسی بگی تا قوانین دادرسی کیفری. اینجا قانون باید وارد عمل بشه، قانونی کمیسیون حقوق بشر هم داره، باید بیاد مذاکره کنه، اگر نشود علنا اعلام بکنه، تذکر بده، به نامه بزنه هیئت مدیره به رئیس قوه قضاییه، آقای رئیس قوه قضاییه در دادگستری شما شعبه فلان اینا وکیل نمیپذیرن، دادگاه علنی نیست، یا وکیل به خاطر دفاع از موکلش در زندان افتاده. اینا رو باید کانون باید پیگیری کنه. حالا میکردن، نه که برخی پیگیری میکردن، ولی پیگیری های مخفیانه. خب ملت که نمیدونه شما چیکار کردی، شما دو ملت به قول معروف خودتون رو نزدیک کنید. چطور؟ میگید آقای ملت ما اومدیم گفتیم که مثلا
شیوه دادرسی در کشور متاسفانه همین قوانینی که خودمون داریم و یه سری دادگاه ها اجرا نمی کنن، مخصوصا در پرونده های امنیتی، پرونده های سیاسی و اینها، و اینو به عنوان یک اعلامیه اعلام بکنن. قانون باید این کار رو بکنه، اون موقع ملت میاد پشت قانون، اون موقع قانون وکلا و وکلا با ملت نزدیک میشن. اینه که متاسفانه این ضعف وجود داره. البته خب اینا هم تحت فشارن، میترسن که اینو کلا بگن مصادره کنن. این در واقع صرف نظر از اینکه فشار از بالا هست، خود نهاد مدنی هم ظرفیت توسعه رو نداره، یعنی فهم فلسفی، خب فهم فلسفی اخلاقی حقوقی از توسعه نداره. دقیقاً، متاسفانه نه، غالب نیست، غالبشون این نداره. غالب میگم ولش کن، ما چیکار داریم یه پروانه صادر کنیم و کاری نداریم، بیشتر از این به ما مربوط نیست که. خب این یک، یعنی خب فلسفه شغل وکالت رو یک چیزی دیگری دیدن، به معنی حرفه‌ای که بشه درآمد کسب کرد. اگه این باشه، پزشکی هم همینطور، متأسفانه پزشکی هم همینه. پزشکی فقط، اگه ما پزشکی رو حساب بکنیم که فقط درآمد داشته باشه، نیست. خیلی هم میگن آقا پزشکی وکالت حرفه مقدسی، معلمی حرفه های مقدس. چرا مقدسه؟ چون جنبه مادی فقط نداره، مسائل به قول معروف حقوق شهروندی هست، مسائل معنوی هست، مسائل اجتماعی هستش. اینکه ما فلسفه به قول معروف دیدمون، اون به قول معروف اون اصطلاح فلسفی که وجودی این نهادها رو باید نگاه کنیم، می‌بینیم که نهادها فراتر از بحث اقتصادی هستن، بیشتر خدمات به مردم، خدمات به ملت هستش. اینها هست. متأسفانه این اینا غالب نیست. یعنی الان یکیش اینی که خود این از نظر فکری اونهایی که حالا در رده های مختلف در هیئت مدیره ها بودن، متاسفانه به این موضوع اعتقادی نداشتن. البته علت بعدی هم اینی که خب حکومت هم فشار میاره، اینو جرأت نمیکنه وارد قضیه، یه شجاعت و جرأتی هم میخواد. من معتقدم وکیل خب نمیخواد که، وکیل ابزارش همین قوه استدلال و قلمه دیگه و تابع قانون دیگه. اون چیزی که ما میخوایم اینه که حداقلی چیز حداکثری نیست، اینه که همین قوانینی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرد اجرا بکنن. این رو باید قانون وکلا مطالبه کنه. حالا بله، البته عقدانان میتونن قوانینی که ایراد داره رو هم تذکر بدن که تغییر پیدا کنه، ولی ما اول اونم بریم، اول اون حداقل رو رعایت کنیم. یعنی من نمیگم قانون وکلا کار سیاسی انجام بده، قانون وکلا کار حقوقی انجام بده، ولی باید اونجایی که جزء وظیفه ذاتیش حقوق شهروندی بره پیگیر باشه و تذکر بده به حاکمیت، میگه آقا شما قوانینی که خودتون تصویب کردین رو اجرا نمی‌کنین، از قانون اساسی گرفته تا آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری. این هاست که قانون وکلا باید، خب بله فشار بیرونی از حاکمیت هست، ولی متأسفانه از داخل هم یک محافظه‌کاری وجود داره و این دغدغه رو متاسفانه غالب ندارم. غالب آقای دکتر، مسئله این است که میونه کلامتون میام اشاره میکنم، یعنی من میخوام استنباطم از فرمایش شما این باشد که عدم توسعه یافتگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در کشور صرف نظر از قدرت فائقه حاکمیت، دیرینگی فرهنگ استبداد زده هم هست. یعنی در واقع خود انسان ایرانی هم باور نداره که میتواند زمین ساز توسعه باشه، جامعه مدنی ما هم باور نداره که میتواند صرف نظر از اراده قدرت زمین ساز توسعه باشه، بستر توسعه رو فراهم بکنه و با فراهم کردن بستر قدرت سیاسی رو هم با خودش همراه بکنه. یعنی در واقع بخش‌های مختلف یا اجزای مختلف جامعه مدنی ایران هم خودشون در واقع دچار نوعی استبداد زدگی درونی هستن، کما اینکه الان ما در بخش‌های مختلف در واقع جامعه مدنی ما این رو شاهد هستیم. اخیراً یک نامه‌ای خانم فائزه هاشمی منتشر کردند، اونجا اشاره کردند که آقا من داخل زندان ذیل یک استبدادی قرار گرفتم، هم
در واقع فکران من، آنانی که به دلیل انتقاد از نظام سیاسی الان داخل زندان هستن، اجازه اظهار نظر به من نمیدن و من رو بعید نیست که منو بکشن توی زندان. حالا ایشون مبالغه کردن، من چون خودم زندان بودم حالا با این شدت و حدتی که ایشون گفتن نیست، ولی واقعیت داره. یعنی در واقع اجزای مختلف جامعه مدنی، چه افراد تشکیل دهندش، چه خود ساختارها و تشکلها و اصناف، هم دوچار این مشکل هستن. الان مثلا در جامعه، در قانون وکلا شما شاهد هستید 100 سال تقریبا، یعنی قانون وکالت 1315 است، تقریبا 100 ساله که نهاد وکالت به مفهوم مدرنش ایجاد شده، ولی ساختار تشکیلاتیش و هنجارهای حاکمش هنوز متعلق به در واقع 100 سال قبل. یه هیئت مدیره تشکیل میشه، این هیئت مدیره همه امور اداری، اجرایی و در واقع برنامه ریزی های کلان و نظام فکری در واقع نهاد متولی حق دفاع مستقل رو سامان میده. الان شما نگاه کنید دادگاه ها و دادسراهای کانون بعد از 100 سال هنوز یه آیین دادرسی انتظامی نداره. خود هیئت مدیره هنوز یه آیین نامه و نظام نامه متشکلی که وکلای دادگستری بدانند که این هیئت مدیره چگونه تصمیم میگیره، همه چیزش غیر شفافه. تصمیم گیری در یک تاریک خانه ای رخ میده و خب این زمین ساز فساده. الان شما نگاه بکنید هزاران میلیارد تومان صندوق حمایت وکلای دادگستری پول داره، ولی من وکیل دادگستری که نسبت به سایر وکلای دادگستری دغدغه اجتماعی بیشتری دارم و بیشتر دنبال میکنم، من نمیدونم هنوز که این صندوق سرمایه‌اش چقدره، بر چه اساسی در واقع دارایی کانونهای وکلای دادگستری داره اداره میشه و کجا هزینه میشه و چرا وکلای دادگستری نمیتوانند بهره‌مند بشوند از این دارایی. کانونها، هیئت‌های مدیره تصمیماتی میگیرند که بعداً مشخص میشه کاملاً علیه مصالح جامعه وکالت و منافع ملی بوده، مثل پذیرش لایحه آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال. خودشون رفتن گفتگو کردن، تصمیم گیری کردن و نتیجه شد این. یا فرض بفرمایید طرح تسهیل که عملاً به نظر من حرفه وکالت رو در مسیر اضمحلال عملی قرار داده، و یا انواع و اقسام روابط دیگری که با دستگاه حاکمیت برقرار میکنن. سخن از پذیرش نظارت قوه قضاییه میشه بدون اینکه اصلا سیطره. حالا کلمه سیطره استفاده شد، عبارت از، یعنی آقا چه نظارتی؟ من وقتی میگم بله قوه قضاییه باید بر یک نهاد مدنی نظارت کنه، منظورم از این نظارت چیست؟ این نظارت چه آثاری داره؟ ما الان کانون وکلا و نه تنها کانون وکلا، بلکه کمابیش همه نهادهای مدنی دچار این مشکل هستن، و مادامی که این مشکلات وجود داره، یعنی در واقع ما در رأس هرم یک ایده منسجم فکری برای توسعه نداریم، در قاعده هرم هم نداریم. وقتی نه در بالا نه در پایین، یعنی نه در قاعده نه در سطح نظام روابط اجتماعی این ظرفیت فکری وجود نداره، طبیعتاً در نظام قانونگذاری ما، در نظام در واقع اجرایی ما هم آنچه که رخ میده عملاً معارض توسعه هست. من همه عرضم این است که خب حالا چه بکنیم؟ میدونیم خب بالاخره الان برخلاف تصوراتی که وجود داره، من گمان نمی کنم که حاکمیت سیاسی هم بدش بیاد از اینکه یه ایده قابل ذکری ارائه بشه که بگه خب این ایده، ایده قابل دفاعی است. بالاخره ما این رو هم اگر دنبال کنیم میتونیم هم دغدغه های دینی و ایدئولوژیک خودمون رو تا حدی حفظ بکنیم و همین که به قافله جهانی توسعه بپیوندیم. الان آنچه که ما میبینیم آقای دکتر اصلا هیچ
تناسبی با ظرفیت جامعه ایران و ایران نداره. ایران بدون شک میتواند یکی از کشورهای توسعه یافته و ثروتمند جهان باشه، کما اینکه ترکیه این اتفاق افتاده، عربستان این اتفاق افتاده، حتی در آسیای میانه که اینها فقر رو از اتحاد جماهیر شوروی به ارث بردن، اونجا هم داره توسعه رخ میده. عربستان اخیراً اعلام شد که 4 تریلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده، قطر همینطور، آذربایجان همینطور. ما چرا این اتفاق نباید بیفته؟ یعنی ما میخوام که حضرت عالی یه پیشنهادی ارائه بفرمایید. ببینید، خب پیشنهاد که من کاملا فرمایش شما رو قبول دارم، ولی من یه خود خوشبینانه تر نگاه میکنم به قضایا. من معتقدم که کشور ما آبستن حوادثی هستش، ممکنه در کدام مدت حوادث بدی باشه، ولی در میان مدت و دراز مدت خوب خواهد بود. و این همین جمله آخرتون، همه جا پیش رفت، اینا ملت هم اینو میخوان، میبینن ملت، این همسایه هاشون میبینن، همه میخوایم، پس چرا نمیشه؟ حکومت هم میبینه. بله اینو میبینه. خب این بحثش اینه که باید این به اصطلاح آیون، میگم ما تغییراتی به نظر من در کشور ایجاد خواهد شد. خب یکی از تغییراتش همین آقای پزشکیان، حالا چه باش موافق باشیم چه نباشیم، به هر حال یه حادثه اتفاق افتاد، یک گرچمونی، یک حادثه، اون دولت قبلی داشت به سمت بیشتر مشکلات بیشتر با دنیا، با اقتصادی اینها داشتیم میرفتیم اینها. بالاخره یه دولت جدید اومد، یه تغییرات ایجاد شد. خب هنوز ما خیلی کار داریم. اینه که من اون شما فرمودید که اون رأس و قاعده، رأس اهرم و قاعده، من خوشبینانه نگاه میکنم. خوشبینانه از این لحاظ که معتقدم در قاعده پیشرفت بیشتری صورت گرفته و البته کلید این مشکلات در قاعده اینه که ما اصل تولرانس رو بپذیریم. متأسفانه شما فرمودی مال خانم فائزه هاشمی رو گفتی، این همینه. طرف مثلا خودش رو فعال سیاسی میتونه، ولی تولرانس رو معنیش مدارا رو نمیفهم. یعنی خب ما باید به یه جایی برسیم کشورمون که فرهنگ‌های مختلف همدیگر رو تحمل کنه. این چادریه، این بی‌حجابه، این اونه. اون زمانی که زمانی ما البته هست تولرانس داریم، جلو میریم، ولی خب کار داریم. من فکر کنم این برمیگرده به تولرانس، عقاید. ایشون یه عقاید داره، معتقده دیگه، من اونو حذف نمی‌کنم، من با عقیدش مبارزه می‌کنم، تشکیل حزب میدم، ایشون هم تشکیل حزب داره، هر کدوم رفتن پارلمان نقشه هاشون رو پیاده کنن. ما این در به قول معروف در سطح جامعه تولرانس و مدارا باید قاعده مند بشه، یعنی باید مردم بفهمن داره جا میفته. من خوشبینم. حالا حاکمیت، حالا رأس حاکمیت هم وقتی این مسئله میبینه، وقتی مردم مطالبه گر باشن، که هستن، نسل جدید مطالبه گرن. شما این نسل جدید رو نمیتونی بگی اینجوری را برو، اینو بپوش، این کارو بکن، این کارو نکن. نمیتونه. درست جامعه ما حتی اون قسمت مذهبیش هم بر نمیتابه. یعنی قسمت مذهبیش هم با اجبار حجاب مخالف خیلی هاشون. این اصلا من مثال حجاب دارم میذارم. چون که حکومت خیلی براش مهمه، قضیه ناموسی شده. مثل قضیه فلسطین. یه چیزی حکومت اصلا کوتاه نمیخواد بیاد، اینکه حجاب. ولی خب دیدید مجبور شد یه جورایی کوتاه بیاد. چرا؟ چون نسل جدید نمیخواد. از قضا مذهبیون هم خیلی ها با این مخالفت دارن که اجبار کنن حجاب. یعنی آقای دکتر میفرمایید که برای اینکه توسعه اتفاق بیفته بعد این زد و خورده باشه، این کش و واکش باشه، این جر و بحث و جدل باشه؟ نه، خب جر و بحث ایرادی نداره. ببینید میخوام بگم حکومت هم در کم کم به نتیجه، من متقاعدم اغلای قوم و زعما میان به نتیجه میرسن آقا باید تغییر ایجاد کنن، باید فضا رو باز کنن، نکنن نه به قول من رو از تاک نشان، نه از تاک نشان. خودشون هم باید، یا باید اصلاح کنه یا با خودشون بره. اصلا چاره جه الان این وضعیت الان با این سوشال میدیا، با این اینترنت، فضای اینترنت، همه جا ما خبر داریم، مگه میشه مثلا طرف رو مجبور کنی به یک سری کارها یا رفتارها، یا مثلا دولت رو طوری اداره کنی، اقتصاد رو طوری اداره کنی در فلان جا، در فلان اداره، که مثلا خلاف تمام اصول مدرن استانداردهای جهانی نمیشه. یعنی این تناقضه، این باید حل بشه. یعنی میخوام بگم که
آبستن اهوازی، حالا چه اتفاق ممکن در کوتاه مدت شدت پیدا کنه، زد و خورد پیش بیاد، درگیری پیش بیاد، آشوب‌های پیش بیاد، نمیدونم چی میشه. خب دکتر بحثم این است که ما سخنمون این است که میخواییم که در واقع با علم و آگاهی و با اراده و خواسته، نه ناخواسته، نه تحت تأثیر فشار. بله خب جوامع متحول میشن، نظام روابط میان دولت ملت تحت تأثیر تحولات عدیده جهانی و متغیرهای گوناگون میتواند تغییر بکنه، یعنی یا روی سوی یک گذار به توسعه و دموکراسی بگیره یا اینکه حتی بسته تر بشه و خشن تر بشه، این رابطه تحکمی تر بشه. بله این پذیرفته شده است، منطقه من عرضم این است که خب ما میخواییم هزینه هایی که این گذار ایجاد میکنه رو کم بکنیم. مثلا هانتینگتون در کتاب موج سومش میگه آقا سازش نخبگان خیلی مهمه. یعنی بالاخره نخبگان سیاسی درون نظام سیاسی باید به این جنبندی برسن که وقت تغییر ایجاد شده. اما در این حال او به تحولات طبقاتی هم نگاه ویژه داره. یا مثلا فرید زکریا ایدهش این است که بالاخره توسعه اقتصادی تأثیر عمده ای داره در توسعه سیاسی و پاسخگو کردن نظام سیاسی. هر چقدر سرانه ملی بالاتر میره، یعنی طبقه متوسط قدرتمندتر میشه، به مرور خواسته ها و مطالبات قاعده هرم هم متفاوت میشه و بیشتر جنبه حقوقی پیدا میکنه و میره سراغ مفاهیم دیگری جز نیازهای صرفا مادی. بله خب این تحولات رو همه پیش بینی میکنن که رخ میده. منطقه الان ما بالاخره با یه نظام سیاسی مواجه هستیم که دچار بحران عمیق اقتصادی است. حالا آقایون شاید نخوان بپذیرن، ولی نه اخیراً یواش یواش دارن میپذیرن. آقای پزشکیان مثلا اومدن گفتن آقا بله ما دچار مشکلات عدیده هستیم، حتی مقام رهبری هم عنوان کردن یه جایی که ما در تحقق عدالت اجتماعی موفق نبودیم. حالا کاری ندارم که خود عدالت اجتماعی هم یک مفهوم به شدت مناقشه برانگیزی است. امثال هایک و فون میزس و خیلی دیگه میگن آقا اصلا عدالت اجتماعی چون عنان اختیارش، یعنی افسارش دست دولت، خودش به تعمیق تبعیض و بی‌عدالتی منجر میشه. به ما هنوز روی مفاهیم پایه بحث نمی‌کنیم. مثلا من بحثم این است که الان شما آقای پزشکیان رو نگاه کنید و رقبای انتخاباتشون، هیچ برنامه اقتصادی نداشتن. هیچ. همین الان با آقای دکتر پزشکیان بگید آقا مثلا برنامه اقتصادی شما چیه؟ بالاخره 4 سال شما فرصت داری بدون شک. الان شما این فرمان اقتصادی میخواد کجا بره؟ آیا میخوای مثلا جراحی اقتصادی قابل ذکری بکنی؟ نگاه میکنی منظور از جراحی اقتصادی این است که شما تعدیل اقتصادی بکنی، دولت بکشه عقب، بخش خصوصی رو اجازه بدیم بیاد جلو، بسیاری از شرکت‌های دولتی یا بخش‌های بزرگ اقتصادی رو در اختیار بخش خصوصی قرار بدیم، اجازه بدیم سرمایه گذاری خارجی بشه. هیچ برنامه‌ای در این حوزه وجود نداره. من گفتم 4 تریلیون دلار عربستان داره سرمایه گذاری کرده، آقای رئیس جمهور گفتن ما احتیاج داریم به 100 میلیارد دلار. اصلا شما ببین فاصله از کجا تا کجاست. یعنی ایشون دیده آقا ظرفیت کنونی ما اگر تازه امکان پذیر بشه در این حده. خب من عرضم این است که ما به لحاظ حقوقی، یعنی به لحاظ مفاهیم پایه حقوقی، مفاهیم فلسفی حقوقی و سیاسی، هنوز با توسعه خیلی فاصله داریم. وقتی شما از توسعه سخن به میان میآوری، یعنی دولت باید در خدمت اقتصاد باشه، یعنی کل سیاست گذاری ها چه در حوزه داخلی، یعنی فرهنگی اجتماعی، چه در سیاست خارجی، در خدمت اقتصاد باید باشه، در خدمت رفاه باید باشه. الان برعکسه، اقتصاد در خدمت سیاسته، اقتصاد در خدمت ایدئولوژیه. خب مادامی که این چنینه، این امکان این که ما از بالا انتظار داشته باشیم اتفاقی بیفته نباید داشته باشیم. بله امکان داره تحولاتی که در قاعده هرم اتفاق میفته به یک شورشی منجر بشه، به یک انقلابی ما منجر بشه،
و نظام سیاسی به نظام سیاسی دیگر. خب ما دنبال اون نیستیم، چون اون هزینه‌های سنگینی داره و قابل پیش بینی هم هست. به همین علته که من شخصا میگم ایده ای باید مطرح بشه که نتیجهش این است که دولت بگه آقا راست میگه دیگه. یعنی نه که نه من، اونایی که این چنین، آقا بالاخره یه تغییری ما باید بدیم دیگه. مثلا اصل 44 قانون اساسی رو بگم و حضرت عالی بفرمایید، آمدن این اصل 44 رو به جایی که تغییرش بدن یک دستورالعمل 10 ماده ای در موردش وضع کردن. درست در اون قسمت هایی که دولت باید بیشتر نظارت میکرد آزادسازی کردن، در حوزه آموزش و پرورش، در حوزه بهداشت و درمان، در دانشگاه ها و فجایع شدیدی. ولی بخش اقتصادی اون قسمت رو که باید دولت رها میکرد، مثل تجارت خارجی و خیلی جای اونجا رو هنوز به صورت دستوری داره کنترل میکنه. من عرضم این است که حضرت عالی به عنوان متخصص حوزه حقوق بین الملل، بالاخره واقعیت این است که ما باید با دنیا ارتباط بگیریم. پیشنهادتون به نظام سیاسی چی است؟ ببینید در عرصه بین الملل، خب شما بحث FATF رو مطرح کردید. FATF دو تا کنوانسیونی که ما ملحق نشدیم. الان دو تا کشورن که تو این بلک لیستن، که ایرانه که کره شمال. یعنی حتی روسیه نیست. حتی کوبا نیست. چیه؟ کنوانسیون چیه؟ یکی من تأمین مالی تروریسمه، یکی هم جرایم سازمانی یافته، کنوانسیون پالار. ببینید خب به ملل اینطور نیست که شما، اینا میگن خب اگر ما عضو این کنوانسیون میشیم نمیتونیم به جبهه مقاومت کمک کنیم، پولا باید حساب پس. اینطور نیست. مگه الان کوبا یا روسیه میاد حساب پس میده مثلا به اون FATFی که در شورای امنیت ایجاد کرده؟ نه اینطور نیست. یه سری قوانین هست. وقتی مثل میدین چیه، من در موردم FATF یه جایی سخنرانی داشتم، همه مخالف بودم، من موافق بودم که ایران، گفتم آقا این همه کنوانسیون، آره ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی است، مگه همه‌شو اجرا میکنه؟ بعد این کشورهای دیگه چی ان متحدون همه جزش هستن، مگه مشکل ایجاد کرد؟ ولی وقتی خودمون میگیم عضو نمیشیم، خودمون قبول داریم تروریسمیم. ممکن نباید بگیم تروریسمیم که، یا خودمون میگیم با جرایم سازمان یافته پس ما با مافیا و جرایم سازمان، یعنی نفس پذیرشش مرادف با تسلیم نیست. عضو بشو آقا، مگه الان این همه کشور پول میدنیم اینور اون، مگه ما الان به حزب الله از طریق سیستم بانکی پول میدادیم؟ مگه نه، این اصلا ببینید یک چیز، یک نفر اومد یه عکس مار رو کشید، گفت این گول زد آقایون رو، الان تو مجمع تشخیص مصلحت هنوز مونده جنبه، حالا به قول خودشون ناموسی پیدا کرده، یه سری با هم گروگشیه، در حالی که قشنگ بشینن صحبت کنن خودشون میفهمن که این چیز مسخره‌ایه. این مثال زدم میخوام بگم که در همه ابعاد اینه. مثلا اون نکته‌ای که شما فرمودید انقلاب، بله ما هم انقلاب و نمیدونم همش آشوب و شورش و اینا رو خطرناک میدونیم و خارجی‌ها میخوان از این مسئله سوء استفاده کنن، در امور داخلی کشور دخالت کنن و کشور رو تجزیه کنن، دنبال این هست مترصدن. بنابراین من خوشبینیم از اینه که از درون، مثل اون چیزی که در اروپای شرقی اتفاق افتاد، مثلا در گورباچوف در روسیه گلاسنوست و پروستریکا رو برد، بعد کشورهای اروپای شرقی هم همینطور تغییرات ایجاد کردن، کمونیستای سابق اسمشون عوض کردن، گفتن حزب سوسیالیست و قدرت دادن به مردم، اونا هم تو سیاست بودن، اون مخالفین هم نخواستن همه رو اعدام کنن. شما دیدین که الان هنوز چی نشده، دو تا تظاهرات شده ما میگیریم همه رو رو تیر برق آویزون میکنیم. این یعنی این شعور باید شعور جمعی ایجاد بشه، تولرانس که بپذیریم مردم همدیگر رو بپذیرن و همه دنبال خشونت و این از اون انتقام میگیره نباشه. تو اروپای شرقی این کارو کردن، مردم ما از اروپای شرقی کمتر نیستن، از فرهنگی حتی بالاتر هم هستن به نظر من. حالا شرایط ایجاد نشده، فرصت ایجاد نشده، ولی این فرصت ایجاد خواهد شد و از درون آیون ان شاءالله زعمای قوم، اونایی که عاقل‌تر هستن مجبورن، یعنی شرایط داره میمیشه، شرایط اقتصادی اصلا دیگه قابل کنترل نیست دیگه، مسائل مجبورن اینو بپذیرن. ما امید و من خوشبینانه من اینه که اونا بپذیرن، اصلاحات بنیادین رو انجام میدن، کم کم بحث گردش قدرت، انتقال قدرت اینها رو هم بپذیرن بدون خشونت، بدون حالا اعضاب مختلف دیگر آزادی بدن، انتخابات آزادتری باشه که مردم شرکت کنن. اون کسایی هم که مخالفن الان در اپوزیسیونن، اگر اپوزیسیون دموکرات باشه، واقعا دموکرات باشه و مدارگرا باشه و مصلحت کشور در نظرش باشه، ایران اگر به قدرت رسید دنبال انتقام جویی از کسای دیگه نباشه.
این چیزی که در اروپای شرقی کمابیش اتفاق افتاد، به غیر از یکی که رومانی که زدن چاوشسکو رو کشتن، ولی حزب کمونیست از بین نبود، اونا بودن، همه بودن. میخوام بگم این یه الگوی میتونه باشه هم برای مردم ما، هم برای حاکمیت ما، که بدون خشونت کسی دنبال حزب دیگری نیست. من امیدم به این هستش انشالله این اتفاق بیفته، وگرنه تابشو نداره کشور با این وضعیت اقتصادی، با این بحران ها. در مورد روابط بین الملل هم که شما فرمودین، من خودم طرفدار حقوق ملت فلسطین هستم، خیلی دفاع کردم، الانم جنایت هایی که اسرائیل میکنه محکومه، ولی سیاست ما نمیتونیم سیاستمون رو فلسطینی کنیم، نمیتونیم از فلسطین فلسطینی تر باشیم، کاتولیک تر از پاپ باشیم، کاتولیک تر از ما نمیتونیم بشیم. بنابراین باید عملگرا باشیم. این که مثلا که اسرائیل باید از بین برود، خب یک آرزو عب نیست، آرزو، ولی عملی نیست که، شدنی که نیست که. ما تنها کشوری هستیم در دنیا معتقدیم که اسرائیل نباید باشه، حتی سوریه اسرائیل به رسمیت میشناسه به عنوان دو تا کشور اسرائیل. خب حماس هم یک جریانی، یک زمانی حاضر بودن اسرائیل به رسمیت مصاحبهاش هست، حاضر بودن، منتها گفتن این اسرائیل، چون راست هم میگه اسرائیل دنبال اینه که کل فلسطین رو بگیره و اینا. الان سیاستش همینه، نقشه‌ای که آقای نتانیاهو نشون داده، نقشه اسرائیل تمام فلسطین رو جزء اسرائیل میدونه، این هست. ولی ما اگر برای اینکه سیاستمون رو درست کنیم، اول اینکه ما نمیتونیم، ما به اندازه توانمون، ما یه ببخشید یه ضرب المثلی تو زبان مازندرانی است، میگه که طرف مرغ داره میخواد تخم غاز بکنه، در اون ماست، جمهوری اسلامیه، ممکنه خیلی سیاستهای خیلی خوبش، میخواد فلسطین مظلومه، تو توانت اندازه توانت تلاش کن، تو نمیتونی تمام مسائل دنیا رو تو حل، تو اقتصادت در اون حد نیست، قدرت نظامی در اون حد نیست، بنابراین داری خودکشی میکنی. همین چین رو مثال بزنیم، چین خب سالها تحقیر شد، سالها درست کرد خودشو، الان حرف برای گفتن داره. شما وقتی قدرت نداری، ابزار نداری، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه نظامی، به اندازه‌ای نداری که مقابله کنی، فراتر از توان خودت میکنه، خب داغونت میکنه، حذف کنن، باید هزینه بدی، هزینه هم باید خودت بدی، هم باید ملت. لازم میگه توسعه عقلانیت سیاسی، بله، واقع گرایی سیاسی. خدا قسم با این آقایون میشینی تو وزارت خارجه بگی تو رأس کارن، خودشون هم میگن آقا مسخره است سیاستی که ما داریم، ولی معلوم نیست سیاست رو کی داره انجام میده، ما نمیدونیم. خب برید بگید، برید اونایی که تصمیم گیرندن، برید به اونا هم بگید عالانه نیست این تصمیمات، شدنی نیست، آرزوها فرق داره. من دوست داشتم، آرزو داشتم ایران یک کشور، نمیدونم تمام سرزمین‌هایی که از ایران جدا شدن جزء ایران بود، آرزوه، عمل واقعیت چیزی این است که وقتی از توسعه سخن به میان میآوریم، علل قاعده اولویت بعد منافع ملی، بله، صد درصد، یعنی اصلا در منافع ملی تعریف نداریم، ببخشید ما هنوز اصلا نمی‌دونیم منافع ملی مو چی هست، هر چیزی یه چیزی میگه، ما نفهمیدیم. شما نگاه کنید به مقدمه قانون اساسی و اساساً در واقع اون فهم متسلب از سیاست و قدرت در جمهوری اسلامی، آرمان اون بالا ایستاده، یعنی آرمان بر عقلانیت سیاسی حاکم است. شما مثلا بزرگان عرصه سیاست و اینها، اندیشه ورزان مهم و مشهور، میگن آقا دولت 5 تا وظیفه داره: نظم، تأمین نظم، امنیت، رفاه، عدالت و آزادی. خارج از این نیست، یعنی دولت محدود است در جغرافیای سیاسی خودش، ژئوپلیتیک خودش، و او وظیفه داره این جغرافیا رو، این محدوده رو سامان بده، رفاه ایجاد بکنه، عدالت رو گسترش بده، آزادی ها رو به رسمیت بشناسه و نظم و امنیت رو تأمین بکنه. علل قاعده دیگه سایر دول و ملت ها و جریان ها در اولویت نیستن. اما این به این معنا نیست که از منظر اخلاقی نظام سیاسی نسبت به تحولات بین المللی و در واقع زجر و دردی که سایر جوامع میکشن بی توجه باشه.
شما فرمودید واقعیت این است که الان ما شاهد یکی از بزرگترین جنایت‌ها و فجایع بعد از جنگ جهانی دوم در غزه است. اگر تناسب خاک و جمعیت رو ملاک قرار بدیم، حتی از جنگ جهانی دوم هم فاجعه عمیق‌تر است. خب اسرائیل هم به عنوان یک رژیم افسار گسیخته که قائل به هیچ تعهد بین المللی نیست، آزاد و رها هر جنایتی که میتواند انجام میدهد. وظیفه اخلاقی هر جامعه است که به این موضوع توجه بکنه، کما اینکه افکار عمومی جامعه جهانی هم نسبت به این موضوع غلیان پیدا کرده، احساسات و عواطف سرریز شده، اعتراضات گسترش پیدا کرده. دولت‌ها هم دارن تلاش میکنن راهی پیدا کنن برای صلح. مسئله این است که نوع مواجهه ایران با این مسئله به نظر میرسه که بیشتر از آن که مبتنی بر عقلانیت و اولویت منافع ملی باشه، مبتنی بر یک اندیشه ایدئولوژیکی آرمانی است که انهو یک رودربایستی ایجاد شده که دیگه خارج از اون چارچوب نمیشه عمل کرد. شخصا مداومن من ماجرای غزه و تحولات غزه و فلسطین رو در صفحه خودم دنبال کردم، در موردش نوشتم و توضیح دادم. اما اینکه ما چه مواجهه‌ای داشته باشیم خیلی مهمه، برای اینکه در هر صورت ما هم به عنوان یک کشور باید توسعه پیدا کنیم، ملت ما هم محق هستن که در رفاه باشن. الان به نظر میرسه ما دچار یک تذبذب نظری در این حوزه هستیم، یک تشتتی داریم، نمیدانیم که چگونه باید با مسئله با مسائل مربوط به سیاست خارجی برخورد کنیم. ما اگر میتونستیم در سیاست خارجیمون، حالا قبلا به قول دکتر مصدق موازنه منفی، ما موازنه مثبت داشته باشیم، ارتباطمون رو هم با شرق هم با غرب خوب کنیم، از این روابطمون استفاده کنیم، سعی کنیم، یعنی موازنه مثبت. بله، از اون ورا امکان پذیر آقای دکتر؟ بله، چرا نیست. یعنی الان فکر میکنید ما میتوانیم همزمان در این حال که روابط راهبردی و استراتژیک با چین و روسیه داریم، ما قبول نداریم روابط راهبردی با چین و روسیه، ما نداریم روابط، اونها دوست ندارن، ما دوست داریم ولی اونها دوست ندارن. ما به ما به چشم کارت بازی نگاه بله میکنه. ابزار نگاه ابزار کاش روابط استراتژیک با روسیه داشتیم، با چین داشتیم، نداریم. روابط اقتصادی، خب چین قدرت اقتصادی هستش که به زودی قدرت اول اقتصادی جهانه. آیا ما روابط اقتصادی درستی با چین داریم؟ چین اینقدر که در امارات سرمایه‌گذاری کرد در ایران نگه، حالا عربستان که بیشتر، حتی چین هم نکرد. تحت تاثیر تحریم های بله همین FATF و چین هم توصیه میکنه ایران به این کنوانسیون ها بپیوند. وقتی ایران حوثی ها موشک زدن به آرامکو، چین از ایران خواست که آقا اینجوری نمیشه، باید برخورد کنید. کالاهای چینی از اونجا بره. خب میگم که ببینید جمهوری اسلامی خیلی جاها سیاست‌های خارجیش به حقه، منتها دو تا اشکال داره. اشکال اول همون که گفتم فراتر از ظرفیتش میخواد عمل کنه. اشکال دوم اینه که شطرنج بازی نمی‌کنه، یعنی عقلانی نیست، بازی رو به هم میزنه. آقا شطرنج بازی کن، بازی کن بزن آرا، نه اینکه میز بازی رو به هم بزنی. کارهای ناکرده رو میگه ما کردیم. ببینید من یه مثال میذارم، شما مثلا همین اسد پدر، خیلی از مسائل، خیلی از غربی ها، آمریکایی ها، سفیر فرانسه رو در لبنان ترور کرد، اسد دستور شد، ولی همین اسد وقتی میمیره ژاک شیراک میره تشییع جنازه‌اش. چرا؟ برای اینکه اونا افتخار نمی کنن کرده، ما کاری نکرده میام ما کردیم، اونجا هم زدیم، اونجا هم اینجوری کردیم. از اینا غلطه، نباید یک سری مسائلی که پنهانی سیکرت هستش ما بیم علنی بکنیم، خلاف منافع ملی است. میخوام بگم که سیاست خارجی ما این مسائل رو داره، این مشکلات رو داره که عقلانی رفتار نمیشه، یعنی مسائل ایدئولوژی زده هست. خب همون هم تناقض داره، یعنی مثلا اگه حساب کنی در قانون اساسی ما اومده که از مستضعفین جهان حمایت بشیم، آیا واقعا میشه؟ یا از مسلمانان؟ قضیه چچن چی شد؟ قضیه اویغورا در چین داستانش چیه؟ نه،
عملگراست، جمهوری اسلامی عملگراست، لازم باشه به خاطر منافعش با چین کاری نداره در مورد مسلمان و نورو. یعنی این عملگرایی باید متوازن بشه دیگه. اگر یه جایی شما چه آفرین، چرا در جای دیگه عملگرا نیستی؟ چرا وقتی میرسه به اون بحث وجودی خود نظام میرسه هراس دارید اجرا میکنید؟ آقا برای کشورم این کار رو بکنید، عملگرا بشید. عملگرایی چه ایرادی داره؟ برای این نشون بده این تناقضات دیگه، هم منافع ملی که شما فرمودی، اصلا منافع ملی معلوم نیست کجاست. یه جایی آدم اصلا معتقد نیستم منافع ایدئولوژیکیه، منافع مثلا نیست. اگه منافع ایدئولوژیک بود مثال زدم چچن باید از چچنیا حمایت میکرد علیه روسیه، از اویغورا باید حمایت کنه علیه چینیا، کار نکرد. برای این مسئله ایدئولوژیکی نیست، منافع ملی تعریف نشده و اون مشکلاتی که ما الان داریم با سیاست خارجی با سیاست عقلانی باشه. بله منم معتقدم باید ایران در خط مقدم حمایت از فلسطین باشه، این اعتبار ایرانه. اما اینکه چگونه باشه، روش چطور باشه، بعد نمیتونی تمام ابزارها، تمام سیاست خارجی، تمام کشور رو بسیج کنی برای یک موضوع. تو باید دیگران رو چیز کنی، بعد باید در جاهای دیگه با سیاست متوازن باشی. تو وقتی با آمریکا رابطه نداری چجوری میتونی با آمریکا رو تحت فشار قرار بدی که به اسرائیل فشار بیاره؟ الان اسرائیل این همه جنایت میکنه، چرا؟ چون آمریکا پشتشه. شما باید از این بعد از برجام فرصت بود که ایران با آمریکا ارتباط برقرار کنه، ولی خب مخالفت شد دیگه، چون معتقدن که اگه با آمریکا رابطه برقرار بشه جمهوری اسلامی سقوط میکنه. اصلا ربطی نداره این رابطه، علت و معلولی نداره. این شوروی این همه سال سفارت داشتن، چین الان سفارت داره، ربطی نداره که. روابط داشتن یعنی با هم صحبت کردن. اگه چین الان رقیب اصلی آمریکا چینه، ولی سفارت داره، روابط اقتصادی هم حتی دارن، ولی رقابتشون هم دارن. یعنی امکان برقراری روابط سیاسی اجتماعی فرهنگی مبتنی بر عزت، حکمت بله. و مصلحت هست. هست چرا و نیست؟ قرار نیست که با برقراری روابط نظام سیاسی سقوط کنه یا کشور نه اصلا ربطی نداره. مثال چین زدم، روسیه زدم، مثلا ربطی نداره، این ارتباطات رو دارن. ولی خب متاسفانه یک گروه اقلیتی تو کشور هستن افراطی و یک سری هم افراطی در خود امریکا یا حتی اسرائیل مانع این رابطه شدن. یا لابی عربستانی، یعنی رابطه ایران، یعنی اینا همسو شدن، جریان عبری عربی و جریان افراطی داخل ایران با هم همسو شدن که روابط ایران آمریکا درست نشه. آقای دکتر جالب اینجاست که اقلیت افراطی که حضرت عالی نام میبرید، اینا حتی یعنی استراتژیشون یا نظام گفتمانیشون نه تنها برآورنده منافع ملی نیست، برآورنده مصالح نظام هم نیست. با همین یعنی در واقع بله. بقای نظام رو هم، ثبات نظام سیاسی رو هم بله. زیر سوال میبره. الان شما شاهد هستید در مجلس علارغم آن که دیگه عالم و آدم میدانن که به لحاظ قانونی سیاست‌های کلی نظام توسط مقام رهبری تبیین میشه و در مجلس شورای در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب میرسه، یعنی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام هست و اساساً رئیس جمهور در حوزه سیاست خارجی تصمیم گیرنده نیست، اینها این اقلیت آمده مداومن اعتراض میکنه که آقای پزشکیان تو باعث شدی که مثلا سید حسن نصرالله به شهادت برسه، تو باعث شدی، در حالی که اصلا نوع مواجهه با اسرائیل، نوع مواجهه با آمریکا و باقی مسائل مربوط به سیاست خارجی علل خصوص در حوزه خاورمیانه دقیقاً و اصولاً ذیل نظر مقام رهبری است و به گمان من ایشان هستند که با عملگرایی و مبتنی بر عقلانیت سیاسی و البته اولویت منافع ملی تلاش کردند که سطح نزاع با اسرائیل بالا نره. بله. کما اینکه الان خب شما میبینید همین دیروز نتانیاهو یه گفتگویی کرد و در اون گفتگو به وضوح تلاش میکرد که زمینه درگیری مستقیم هرچند محدود با ایران رو فراهم بیاره، ولی پیام مقام رهبری پس از شهادت سید حسن نصرالله یک پیام بسیار متوازن و منطقی و با در نظر گرفتن همه شرایط داخلی و خارجی. من میخوام عرض بکنم که چرا این گفتمان، این نوع تفکر به عنوان یک
تفکر غالب در ارکان و اجزای نظام سیاسی جاری و سالمیش. سوال خیلی سختی. یعنی مداومن این هی سوال سختی، ولی به نظر میرسه ما الان تو یک وضعیتی هستیم، کشور چه از اقتصادی چه از اجتماعی و چه از نظر سیاست خارجی، دشمنان کشور، چون اونا هم رصد میکنن و دنبال این هستن این کشور یک بی‌ثباتی پیش بیاد، این قومیت ها رو شورش را بندازن، اسلحه بدن، اینا مترصدن، اینا هستش و اغلای قوم هم اینو میدونن. ما امیدمون اینه، امیدمون اینه که اغلای قوم، زعما بیان منطقی باشن و اون اصلاحات ساختاری رو انجام بدن، فضا رو باز کنن، آشتی ملی رو ایجاد کنن تو سیاست خارجی. امید داریم، من فکر کنم میشه این اتفاق میفته. حالا چطور بماند در سیاست پیش بینی کردن خیلی سخته، ولی چاره جزید، چون اگر خدای نکرده این اصلاحات ساختاری صورت نگیره، از درون پاشیده میشه و او خیلی خطرناک یه جاهایی مثلا همین مثلا رسانه هایی که عربستان رسانه داره، مثلا اسمش گذاشته ایران اینترنشنال، البته اسرائیل هم پشت قضیه است، با هم داره کار میکنه، اما چقدر اثر گذاشته رو افکار عمومی، رسانه ها اثر گذاشتن و همه چی رو عادی سازی کردن. متاسفانه هنوزم یه سری از مردم ما به خاطر ضدیت با حکومت شدن طرفدار اسرائیل. اصلا برای من عجیبه، یا اپوزیسیون هم همینطور. وقتی اینو میبینی خب باید حکومت به خودش بیاد، چرا باید اینجوری باشه، چرا مردم باید، ما شاهد بودیم دیگه، رغمی که در اروپا و آمریکا تظاهرات کرده بود، در ایران کشور اسلامی ایران مگه تظاهراتی که حکومت درست میکنه، یعنی خودجوش نیست، چرا باید این باشه؟ این واقعا خجالت آوره. مردم ما نباید طرفدار اسرائیل باشن، آره نمیخوام همه، ولی به حال هستن، کم نیستن متاسفانه میبینیم. یا اگر نگیم طرف دارن، بی تفاوتن، بی تفاوت اصلا برای شما مهم نیست، بله تراژیک انسانی، بله انسانی است اینا، اون متاسف. خب این باید حکومت به خودش بیاد، رسانه ملی، حالا باید بگیم ملی، باید به خودش بیاد. چه برنامه های شما پخش کردید؟ کسی تلویزیون شما رو نگاه نمی کنه، کی نگاه میکنه؟ نگاه نمی کنه، میره ماورا مرجون، برای اینکه شما استاندارد حداقل بی چی میگن اون بیطرفی، حالا چی میدونم، خیلی هم بیطرف نیست، باید استاندارد اولیه یک خبرگزاری و رسانه رو شما رعایت نمی کنه، اون کسی نگاهتون نمی کنه، حرفای خودتون میزنی، خودتون به خودتون تبریک میگی، خودتون به خودتون میگید به به و چه چه، فایده نداره که، مردم شما رو نگاه نمی کنن. چی شد؟ میدونم شبکه های زردی مثل من و تو یا مال سعودی اینترنشنال رو نگاه میکنن، بی بی سی رو هم نگاه نمی کنن. حالا باز بی بی سی یه ذره بیطرفتره، یه خورده عاقلانه‌تر رفتار میکنه، اونم خطرناکه، ولی به هر حال منظورم که این شد، این وضعیت کشور، یعنی از فرهنگی هم دشمنان کار کرد، دشمنان این آب و خاک، دشمنان حکومت نه، دشمنان این کشور، این سرزمین کار کردن. خب ما اصلا خودمونیم، حکومت مقصره، شما این سلاسی ما وضعیتشو ببینین. خب اینا باید صورت بگیره، اگر نگیره در اون منفجم، چون ببینید مرد، ببخشید من یه مورد دیدم که مثلا خیلی جالب بود، میگفت که انشالله آمریکا به ایران حمله میکنه از این حرفا، یعنی مردم میخوام بگم همان آمار نداریم ما، ولی میبینیم خیلی مثلا میگه بزنه، خب چرا باید اینجا میشه؟ میگن نه، مردم تصور میکنن اگر قرار است تغییری رخ بده به از طریق دخالت خارجی، منافع ملی با دخالت خارجی. من آقای دکتر، مسئله این نیست، مسئله این است که کی عادی سازی کرده؟ رسانه‌ها کار کردن روی موضوع. شما سعودی اینترنشنال همش داره قومگره است، ما چیزی از قومگره تو ایران نبودیم، کرد، ترک، نمیدونم چی، بلوچ، از این حرفا میزه، ما حرفا رو اصلا نداشتیم ما تو ایران، چند سال اخیر خیلی مد شده، اینا کردن، این رسانه ها اینو عادی سازی کردن، این اینا یه فتنه هستش که خب اگر آقایون به خودشون نیان، خب اینا میبرن. اول تو دخالت خارج، اول اندیشه است، پروپاگاندا، تبلیغات، اینها میرن الان اندیشه رو دارن آماده میکنن. مردم ما بعدن باید، خدا نکنه اینطور نی، ولی داره میره به این سمت دیگه. یه سری از مردم ما اصلا براشون مهم نیست، باید کشور حمله بشن براش مهم نیست. چرا باید اینجوری باشه؟ برای اینکه کار فرهنگی کردن اونور. کار فرهنگی کردن. و این برم البته کار فرهنگی که ما میکنیم به گونه‌ای بوده که باعث ناامیدی شده. بدتر میکنیم، بیشتر
چیز میکنه، تسهیل میکنه دخالت خارجی ها. ما میگم این کارش یکیش همین مثل سیمای ماست. ایناست که مسئله وجود داره. حالا تمام امیدیم اونی که آیون به هر حال تحولات در سیاست قابل پیش بینی نیست، ولی ما میتونیم بگیم که مردم در حالت انفجاری هستن، مردم اقتصادی مشکل دارن، باید این وضعیت رسید بشه. باز یه حادثه ممکنه خدا نکرده به شورش های کور منجر بشه، فایده ای نداره که. هم حکومت ضرر میکنه، هم مردم، هم خود کشور ضرر میکنه. این که چاره نیست جز اینکه چه در سیاست داخلی حالت آشتی ملی، سیاست خارجی توازن مثبت رو به کار بگیره ایران. راهش اینه، باید ببینید. البته قبول دارن، خیلی هم خودشون میدونن، ولی خب گیر کرده دیگه، مسئله گیر کرده. حالا امیدواریم که این مسائل در به زودی زود حل بشه انشالله. آقای دکتر خیلی ممنونم از مشارکت حضرت عالی در بحث. به عنوان سوال آخر یا در واقع نتیجه گیری آنچه که مطرح شد، من میخوام عرض بکنم که به نظر میرسه ایران در یکی از حساس ترین برهه های تاریخی خودش قرار داره، به لحاظ اقتصادی کشور در شرایط کاملا بحرانی قرار داره، وضعیت محیط زیست ایران وضعیت بسیار آجه. نگران کننده است. خب بالاخره توسعه بر بستر محیط زیست سالم امکان پذیره. اگر شما جغرافیای مهیای توسعه نداشته باشی، طبیعتا توسعه هم رخ نمیده. ما با پدیده فرار مغزها مواجه هستیم. نیروی انسانی متخصص و متبحر و علاقمند ترجیح میده که در ایران نباشه، یعنی علارغم علاقمندی به آب و خاک ایران رو ترک میکنه، چه بسا در شرایط پایین تری، نه بالاتر، در کشور غربی زندگی بکنه ولی در ایران زندگی نکنه. به لحاظ امنیت خارجی کشور ما در وضعیت بسیار ویژه است. خب الان دولت افسار گسیخته اسرائیل که من به حق همیشه در نوشته هام از نام رژیم صهیونیستی استفاده می کنم، به جهت اینکه بر مبنای تبعیض و تمایز و نجات پرستی و بی عدالتی بحث استوار شده و تروریسم دولتی را عملا جلوه و جلای حقیقی بهش داده. خب ما الان در این حوزه هم دچار مشکل جدی هستیم و به نظر میرسه که در مقام یارگیری هم در جامعه بین المللی موفق نبودیم، یعنی رویکرد نگاه به شرق هم رویکرد موفقی نبوده. چین و روسیه خیلی با ما همراهی نمی کنن، سر بزنگاه ما رو تنها میذارن، کما اینکه در مبحث مربوط به اختلاف ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس در مورد جزایر سگانه رفتن اونجا، اون بیانیه اونها رو امضا کردن و مهر تایید زدن و ما کاری از دستمون بر نیومد. چرا؟ یعنی نتوانستیم که پاسخ قانع و مبتنی بر عزت بدهیم، برای اینکه خب رابطه‌مون رو با دنیای غرب به کلی متشنج کردیم و عملا امکان نداریم به این راحتی به اون سمت هم شیفت بکنیم. به لحاظ داخلی هم ما هنوز با مفاهیم پایه در حوزه حقها، در حوزه اقتصاد مسئله داریم. هنوز مالکیت در ایران آنگونه که باید به رسمیت شناخته نشده، حقوق و آزادی ها و امثال اینها. خب ما در این وضعیت نابسامان و متشتت گرفتار شدیم. نتیجهش این است که امنیت داخلی ایران هم امکان داره در معرض خطر جدی قرار بگیره. پس از 46 سال انتظار می رود که نظام سیاسی از مرحله در واقع استقرار خارج شده باشه و تثبیت شده باشه، یعنی دیگه نگرانی سقوط یا عدم سقوط یا چه میدونم دخالت خارجی و اینها نداشته باشه، ثبات به مفهوم واقعی کلمه محقق شده باشه و دولت بتواند تحت تاثیر این ثبات بره سراغ برنامه‌های کلان اقتصادی و اینها. و
من میخوام نتیجه گیری کنم این است که سه عنصر که انهو بسیار مهم است که مقفول نهاده شده. اول عقلانیت خودبنیاد انسانی یا در واقع واقع گرایی سیاسی، دو در واقع عدالت و سه آزادی. اینها خب میدونید عناصر اساسی لیبرالیسم سیاسی هم هست، ولی چه اشکالی داره که ما از اونها وام بگیریم و اون بخش مؤثرش رو در واقع در اختیار بگیریم، بومی سازی بکنیم و امکان تحققش رو پیدا کنیم. حضرت عالی هم اگر در این ارتباط فرمایشی دارید. والا در پایان همون نکته که شما گفتید خب خیلی میتونه کمک کنه این ستا. انشالله عقلانیت هم در جامعه حاکم باشه، هم در حکومت، و عدالت رو هم همینطور مردم در رفتارشون با هم نهایان خودشون سعی کنن رفتار به معنای برابری برابری به معنای برابری حق مدار تبعیض قائل نشن. حکومت هم همینطور، ما امیدواریم همینطور باشه. آزادی هم همینطور، مردم تولرانس داشته باشن و آزادی دیگران رو به رسمیت بشناسن، و حکومت هم همینطور. امید ما همین هستش. من معتقدم که کشور ما آبستن حوادث ناگواری هست، ولی در کوتاه مدت ممکنه مشکلات زیاد پیش بیاد. همه چی به درایت و عقلانیت خود حکومت و مردم، نقش نخبگان سیاسی خیلی مهم شد. نخبگان سیاسی بستگی داره که در اون مشکلات، در اون به اصطلاح آشوب‌ها، چون وقتی که جامعه حالت انفجاری داره یه جرقه است، یک اتفاق، یک حادثه است، مرگ یک نفر، چه میدونم، یک حادثه میتونه خیلی اتفاقات رو رقم بزن. بنابراین یکیش اینی که ما نباید بذاریم به اینجا بکشه. قبل از اینکه به اون جریانات بکشه باید مسائل رو، اصلاحات ساختاری رو انجام داد که مسئله نکشه. اگرم خدا نکرده به اینجا کشید، خب اونم باید مدیریت کرد که خدا نکرده فاجعه‌ای پیش نیاد. تنها میتونیم آرزو کنیم دیگه. انشالله. ما کاری نیستیم، ما در حکومتیم نه چیزی، ولی به هر حال امیدوار خلاصه شخصم امیدوار و خوشبین هستم. امیدوارم این گفتگوهایی که بدین شکل ساماندهی میشه صرفاً در واقع تلاشی است برای دلالت و مشاوره و راهنمایی دستگاه قدرت سیاسی که انشاءالله اصلاحاتی که به نظر میرسه که کمابیش در موردش وفاق هست محقق بشه و کشور بتواند انشاءالله به سلامت از این پیچ خطرناک عبور بکنه. از حضرت عالی تشکر میکنم، دعوت ما رو پذیرفتید. خب بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز برنامه معیار، از شما هم تشکر میکنم. ممنونم که وقت گذاشتید و به این برنامه گوش دادید و توجه کردید. انشالله ما گفتگوهای خودمون رو با بزرگان عرصه سیاست، حقوق، اقتصاد و حتی فرهنگ پیرامون حقوق و توسعه در ایران تداوم خواهیم بخشید و امیدوار هستم که بتوانیم تأثیرگذار باشیم و روزی رو شاهد باشیم که برنامه‌های توسعه در ایران محقق بشه و کشور در وضعیت استاندارد متفاوتی و مشابه کشورهای توسعه یافته انشاءالله قرار بگیره و آسایش مادی و معنوی نصیب ملت ایران بشه. خیلی متشکرم. دست حق می‌دهم.